درود آرکی جان خوش اومدی سلام علیک ماماجون گل چطوری تو خوبی خوبم ممنون خیلی ممنون از دعوتت خیلی ممنون که پذیرفتی من وقتی که از طریق پادکست های بیت با سینا با آشنا شدم یعنی وقت داشتم تحقیق کردم، خودم آماده میکردم برای مسابقه با سینا اون انگلیسی ها رو اتفاقی زودتر دیدم و اولین بار بود که تصویر سینا رو اونجا دیدم از اونجا با تو آشنا شدم و مشاله همچین انگلیسی رو خیلی روان صحبت میکنی که من فکر کردم اگر که بخوام با پادکست داشته باشم اگر فارسی بخوای صحبت بکنی از تو هر جمله سه چهار تی رو به جز فعل انگلیسی بگی خواستم که اول با انگلیسی مصاحبه بکنم ولی آره... خمی... من آخه ایران بزرگ شدم من ایران به دنیا آمدم و ایران بزرگ شدم فارسیم به اون شدت بد نیست ولی چون از بچگی خارج از ایران بودم خب انگلیسی و آلمانیم خیلی از فارسیم بهتره به خاطر همین آره اینکه تو این فکر رو کردی بعید نیست خیلی این فکر رو میکنن آره حالا خوشحالم که این خط فارسی تو و توی پادکست های فارسی کویت قبل از اینکه بخوام برای این جلسه آماده بشم اتفاقی به لینک فارسی ها برخوردم همینجور اتفاقی و دیدم که <تصفح> ماشاءالله مثل بولبول بول فارسی رو صحبت میکنی <تصفح> خیلی خوبه که میتونیم اینجوری ادامه بدیم خب حالا شروع کن از پیش زمینه خودت بگو داستان خودت رو بگو که چجوری شد از کجا به اینجا رسیدی من ارزم به حضورت که من حدود میشه گفت 2007 شروع کردم کار کردن توی بازار بورس و ارز توی آلمان بعد با یه شرکت خیلی بانکی کوچیکی توی آلمان شروع کردم بعد از اونجا کلی دنیا رو گشتم و کار کردم توی بازارای بورس و های مختلف دوبه بودم یه مدت یه مدت توی سوئیس بودم بعد یه مدت هم آمریکا بودم بعد ارزم بزرگت که حالا الان حدود 2018 بود من یه 2000 آره 2017 ببخشید 2017 اولین بار رابطه با بیت کوین داشتم <applause> که ام، اولش مثل اکثر آدم ها خیلی ایگنورش کردم و اصلا برام اهمیتی نداشت بعد اه، یه مقدار خیلی کوچیکم هم خریدم همون بالا بالا های 17 هزار تا بود و موقع خریدم بعد اصلا نمیدونستم والد چیه نمیدونستم هیچی هیچی نمیدونستم خریدم همینجوری گوشمش کنار و بعد از 6 ماه ریخت اومد رو 5 هزار تا تو زرار فروختم گفتم نکنه بره رو سفر فروختم Uh, بعد این اولین رابطه ای من با چیز بود با بیت کوین بود تا نوامبر 2018 یعنی توی این مدت هی دوباره به هم میگشتم به این موضوع چون من خب ب... چون بکراندم تو خرید و فروش ارزه و توی بورس هم خیلی کار کردم راجب فایننس و اینا خیلی میدونستم ولی وقتی که وارد قضیه بیت کوین شدم دیدم که چقدر نمیدونستم بعد ارزم به حضورت که نوامبر 2018 دیگه خیلی فشرده تر شروع کردم راجبه به این موضوع تحقیق خوندن که آره دیگه اینجوری شد که اومدم هی بیشتر طرف بیت کوین یه مدتم رفتم طرفای کریپتوکارنسی های خارج از بیت کوین بعد دیگه آخر مقصد دوباره برگشتم به بیت کوین و دیگه الان فقط هیچ موضوع دیگه نیست که اصلا میخوام راجع بهش طولانی مدت صحبت کنم میشه گفت بازگشت همه به سوی اوست آره آره قشنگ منو کشید تو خودش <applause> کاملا وقتی که از بازارهای مالی اومدی سراغ بیت کوین و همینجور که گفتی فهمیدی که چقدر نمیدونستی در مورد بازارهای مالی و اقتصاد اینها چه چیزهایی چه بیت کوین چه درهای جدیدی رو واسط باز کرد که فهمیدی که اوه کل خبرها اینجاست اونها کلا یا حالا فالس نوز بوده خبرهای خبرهای تقلبی بوده یا اطلاعات اشتباه بوده ببین ام... اینو اینا دو جور میشه توضیح یا تفصیلش کرد یه جور آدم میتونه بدبینی نو بکنه دنیای فیاتو یا دنیای پول ارز دولتی رو یا یه جوری میشه گفت اصلا میشه گفت خب اصلا یه نو بازی دیگه است خب پول میشه گفت فقط یه نوع بازیه که مردم با هم میکنن درسته به هم دیگه سرویس میدن بر بعد برای اون سرویس یه قولی از هم پس میگیرن و اون قول رو میخوان در آینده استفاده کنن خب من قبل از اینکه وارد بیت کوین بشم همیشه تفسیر پول برام اینجوری بود که خب اصلا هیچ تفسیر به خصوصی نداشتم یعنی اصلا نمیدونستم دقیقا پول چی هست میدونی یعنی یه جورایی میشه گفت با این انتظار توی بازاری که پول داره کار میکنه دیگه یعنی اصلا پول چیه هیچ سوالی نیست اون وسط نه تو مدرسه به دیات میدن نه تو دانشگاه به دیات میدن نه سر کار توی فایننس اصلا هیچ کی راجع موضوع حرف نمیزنه ولی قانون بازار ارز حقوق بازیه تو اگه حقوق بازی نکنی نمیتونی پول در بیاری هم. همین به خاطر همین من بهش میگم یه بازی میدونی بازی فیات اینه که تو باید حق بازی کنی تمام بانک ها اگه حقوق بازی نباشن نمیتونن پول در بیارن خب بذار بده توضیح کوچیکی بدم منظور من چیه ببین مثلا ما تو خرید و فروش ارز خب وقتی که مردم میمدن پیش ما حساب با میکردن چون ما بانک معمولی نبودیم ما بانک بورس مانند بودیم خب ما این میشه گفت یه بروکر بودیم یعنی مشتری میتونستن بیان پیش ما حساب با کنن بعد یورو میخریدن دلار میفروختن کارگزار دلار می خریدن... آره کارگزار بودیم باری کلا کارگزار ارز بودیم خرید فروش ارز فورکس خب بعد ولی با لیوریج یعنی میومدن پول از ما قرض میگرفتن بعد با اون پول قرض گرفته یورو می خریدن دلار فروختن بعد سعی میکردن بازار رو پیش بینی کنن ارزون یورو رو بخرن گرونتر بفروشن از این جور بازی خب حالا چه اتفاقی میفته وقتی که اینا شروع میکنن با لورج کار کردن پول قرض گرفته پول با این, با این بازار رو بازی کردن ریسکشون میره بالا خب حالا ریسکشون چیه ریسکشون اینه که اگه بازار بر خلافشون تکون بخوره همه پولشون رو از دست میدن خب ولی اگه بازار بر علیهشون تکون بخوره خب کلی پول میتونن در بیارن تو اگه الان مثلا ده... نفشون تکون بخوره آ ببخشید آره دقیقا تو مثلا، الان مثلا تو ۱ دلار داشته باشی تو 10000 هزار دلار بفروشی بری چه میدونم 9000 خورده یورو بخری بازار 20 درصد هم بالا پایین بشه هیچ اتفاقی برات نمیافته. خب چرا چون لورج وسط نیست ولی تو وقتی بری اون ده هزار تا رو بذاری ده برابرش بکنی یا بعضیا 100 برابرش میکنن تو میری با اون ده هزار تا صد برابرش رو میخری که یه تکون بازار کلی سود یا کلی ضرر برات حساب میشه درسته خب این بازی بازی تریدینگ فورکسه خب حالا اتفاقی که میفته اینه که 99 درصد توی این بازار ضرر میکنن 99 درصد خب تو وقتی که کارگزاری و اینو میدونی چرا بیای این تریدایی که انجام دارن میشن روی پلتفرم تو هج کنی اصلا هیچ هیچ معنی نداره این کار اگه مثلا تو بیای پیش من بگی ارکی من میخوام ده هزار دلار لورج کنم یک به صد میخوام یورو رو الان بخرم خب یا من بهت میگم اوکی خریدی رو پلتفرم من دان یا میرم میگم نه موما ده هزار تا گذاشته تو حساب من میرم همون پوزیشنی که با من باز کرده رو پیش یکی دیگه باز میکنم که اگه موما سود کرد منم سود کنم یا اگه موما ضرر کرد منم ضرر کنم به میگن هجینگ خب ولی کارگزار میگه چیکار میکنه میگه من واسه چی برم این پوزیشن رو یه جار هج بکنم مومو که 95 درصد 99 درصد ضرر میکنه پس بنابراین میام به جایی که هج بکنم اینو میگم اوکی موما خریدت با من من فروختم بهت تو یه بار سود میکنی دو بار سوت میکنی ولی یک بار ضرر بکنی تمام ثروتت از بین میره نابود میشی تمام پولت میره تو جیب من دان دت فیات حالا توی سیستم کارگزاری بود این اه اه مثالی که من بد تو تمام سیستم های لندینگ تمام سیستم فیات اینه که مشتری ضرر میکنه و کارگزار فقط اینجوری میتونه پول در بیاره یا یا ببین بست کیس سناریوش اینه که بهترین حالت آره بهترین حالتش اینه که مشتری سود بکنه تو هم پول در میری ولی مشتری ضرر هم بکنه تو هم پول فهمیدی آره. مشکل اینه و تو بیت کوین چیزی که من تونستم تو بیت کوین چیزی که منو انقدر تکون داد توی بیت کوین این بود که برای اولین بار ما یه سیستمی داریم که 100 درصد وین وینه یعنی اگه اگه شما بیت کوین رو بخری یا شما بیت کوین نگهداری چون تولید کننده وجود نداره که بتونه از هیچی پول به وجود بیاره ایت وین وین یعنی اون کسی که مثل یه مسابقه است میدونی هر کی زودتر تونست بیشتر بیت کوین جمع کنه بعد هر چقدر بیشتر مردم بیان تو شبکه بیشتر مردم سود میکنن بیشتر همه سود میکنن برای همین برای من این یه،, یه یه, اصلا یه اتفاق خیلی عجیبی بود عطف میشه گفت یعنی چی؟ یعنی من یه چیزی در... که همه باورهای قبلی تغییر میکنه یا کاملا اپیفنی حالا فارسی اپیفنی رو خیلی نمیدونم آره. یعنی میشه گفت اصلا دنیای فایننس حالا فقط دنیای فایننس نبید منم حالا زیاد شد مردم اینو مربوط ندن به بیت کوین بعضیا میکنن بعضی نمیکنن ولی چون من 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 خودم هم شخصا یادم خیلی معنوی هستم با موضوع معنوی خودم رو خیلی 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 چیز کردم راجبش خوندم هیچ وقت نتونستم این دنیای معنوی رو با پول رابطه بدم هیچ وقت و بیت کوین دقیقا با بیت کوین تنها ج... یعنی گفت اولین چیزی بود که این دوتا دنیا رو به هم وصل کرد برای من که گفت آقا تو میتونی آدم خوبی باشی و پولم در بیاری تو دنیای فایننس من همیشه یاد گرفتم آقا تو باید دروغ بگی اگه دروغ نگی نمیتونی پول در بیاری دت بانکینگ اصلا بانکینگ فقط پرنسپلش همینه تو اگه به مشتری راستشو بگی نمیتونی طولانی مدت پول در بیاری برای همین وال استریت میگن گرید از گود حقوق بازی از گود چون فقط اینجوری میتونی پول در بیاری برای همین من بهش بعضی میگم یه بازی دیگه است میدونی یه بازیش وین وینه یه بازی هست وین لوزه بیت کوین از وین وین فیات از وین لوز حالا دل... یه سوال کوچیک کردی من اینقدر طولانی جواب دادم اتفاقا حالا دنبالم داره فکر می‌کنم دنباله رو نگفتی دنباله رو هم ازت می‌خوام گفتی که دو حالت میشه نگاه کنی یه حالتش این هست که به صورت بازی بهش نگاه کنی حالت دیگه چطوره حالت دیگهش اینه که تو به جایی که بگی این یه بازیه بگی که خب بعضیا این عقیده رو دارن که خب این میشه گفت یه بازیه که یه عده دارن ازش سو استفاده میکنن درسته یه عده اون بالا هستن که توی سیستم فیات سیستم بانکینگ یه سیستمیه که مثل یه پیرامیده درسته مثل یه پیرامیدش میشد هرم هرم آره مثل یه هرمه درسته بانک مرکزی اون بالای بالا نشسته بعد یه چند تا بانک زیر اون بانک مرکزی هستن بعد زیر اون بانک هایی که زیر بانک مرکزی هستن یه ای که شرکت های بزرگی هستن و آدم های پول دارن و اون پایین 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 این پیرامید یه ادعای خیلی کوچیکی هستن که پول ندارن بیچارن فقط به فکر قبض دو هفته آینده شونن و از اینجور حرفا خب خب به جای که آدم خب بگه که این فقط یه بازیه میتونم بگه که نه خیر این یه بازی نیست این یه دزدیه درسته مم. این قشنگ داره دزدی میشه از مردم چون وقتی که پول بهش میگن کنتیلیون كانت، افکت خب وقتی که پول داره از یک منبع تولید میشه بدون هیچ کار و زحمتی یعنی اینکه کل اقتصاد داره با یه نو پولی کار میکنه که یه عده کوچیک میتونن از خودشون تولید کنن و به هم قرض بدن و تا پول بخواد برسه به اون پایین 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 این سیستم سرمایه گذاری شده تو خونه ها تو سر، توی طلا توی سهاما تو هر چیزی که آدما نیاز دارن که بتونن باهاش پولدار بشن و هی گرونتر میشه من یه چیز دیگه هم بگم مومو من هیچ وقت از بچگی توی ایران یادمه هیچ وقت این سوال نمیتونستم بر خودم جواب بدم که چرا بین یا،, یا, فقر بین آدما چجوری میتونه به وجود بیاد چجوری میتونه یه عده آدم خیلی پولدار باشه و یه عده آدم خیلی خیلی بی پول باشه و این فاصله این دوتا چجوری میتونه انقدر بزرگ باشه یعنی چجوری این اتفاق میفته چرا این اتفاق میفته تا موقعی که بیت کوین اومد تو زندگیمو اینو فهمیدم که با, با سیستم بانک مرکزیه که این اتفاق میفته به خاطر اینکه یه عده اون بالا هستن و هر چقدر شما نزدیکتر باشی به این منبع پول, پول چاپ کردن سریتر به اون پول دسترسی داری دیگه و هر چقدر هم سریتر به اون پول دسترسی داشته باشی آدمای پولدار که نمیان اون پول خرچ کنن اینو اینو این اکثر آدما نمیفهمن اکثر آدما فکر میکنن که ما که اصلا اینفلیشن نداریم ما که اصلا تورم نداریم توی اقتصاد واقعی تورمی وجود نداره سهاما که دارم میرم بالا تورم وجود نداره به خاطر اینکه مردم فکر کنن تورم فقط روی محصولات معمولی اقتصاده که هر روز آدم مصرف میکنه با اینکه تورم واقعی اگه شما میخواید توی خونه مامان تا آخر عمرت بشینی چیپس بخوری و تلویزیون کنی درسته هیچ ام, اه, تورمی برای شما به اون شدت وجود نداره اگه میخوای تا آخر عمرت بی پول بمونی ولی اگه میخوای یه آدم پولداری بشی میخوای از چهل یا پنجاه سالگی دیگه کار نکنی تورم برای شما خیلی بیشتره چرا؟ چون چیزایی که یه آدم موفق توی زندگیش نیاز داره یه خونه است درسته؟ ام, سرمایه است سرمایه که پول برات درست میکنه درسته سهامه اینجور چیزهایی تولید کننده است توی اقتصاد درسته و آدمایی که پول ندارن راجع به این موضوع فکر نمیکنن فقط راجع به خرج خرج خوراک روزمره شون هستن و نمیفهمن که آدمایی که نزدیک هستن به این بالای بانک سیستم بانکی این پولا که میاد دستشون مصرف نمیکنن این پولا رو این پولا رو میان سرمایه گذاری میکنن تو چیزهایی، تو چیزایی که این بانک مرکزی نمیتونه چاپ کنه و همه چیه گرونتر میشه سرمایه های هب... گرونتر میشن و به خاطر اینکه اون آخه یه جوری دیگه هم بگم اینو آدمی که پول داره خونهشو داره تلاشو داره بیت داره سه چهار تا ماشین توی گاراژ داره همه اینا رو داره دیگه نیازی برای خرج نداره ولی وقتی هنوز دسترسی به اینقدر پول داره میاد چیکار میکنه میاد خرج میکنه به اندازه کافی سرمایه. داره میاد سرمایه گذاری میکنه درسته برای همین پولدار هی پولدارتر میشه دلیلش اینه بخواد اینکه نزدیکتره به این آ، آ، به این پرینتر به این به این بانک مرکزی حالا این جواب سوال دومت بود که اگه این بازی نیست پس چیه من دوتا تا دید مختلف هستش که من راشه میخوام با ایده دوم یه ذره بیشتر موافقم که این فقط یه بازی نیست تاره. دقیقا این این یه حقه بازی این یه دزدی قشنگ اینو دزدی قایم موشکیه که مردم نمیفهمن دارن در ازشون دزدی میشه و یه چیز دیگه ای هم حالا چون که این اثر کانتلیون یا کانتلیون افکت رو که گفتی یه رابطه جالبی هست هم اونهایی که خب پولدارترن هم اونهایی که رابطشون با قدرت خوبتره میتونن بهرهمند بشن و هم این که برای اینکه بهره مند بشن باید رابطشون با قدرت حفظ بشه یعنی باید هر چیزی که اون قدرت میگه اینا هم گوش بکنن به خاطر همین هست که میبینیم شرکت های بزرگ یه های موج میفته داخلشون همشون یک کار میکنن مثلا نوع کارمنده رو که انتخاب میکنن نوع رو که انتخاب میکنن نوع مدل هایی رو که انتخاب میکنن مثلا من سایت نایکی رو نگاه میکنم میبینم که اصلا انگار مدل سفید پوست و بلونت نداره حتما به خاطر اینکه این صحبت هایی که در مورد همین صحبت های این ترند های ووک که را افتاده ووک به معنی بیدار هستی که از یه نگرش سیاسی توی آمریکا خیلی باورهای تندروانه ای دارن و یه سری چیزایی رو که حق هست میان یه جوری بزرگش میکنن که دیگه ناحق میشه مثلا خب هر کسی با تبعیض نژادی مخالفه ولی اینها یه جوری میان از اون بر بوم میفتن که کلا همین گفتمان رو هم به هم میزنن همین رو هم یه جوری ناحقش میکنن به خاطر حالا همین این که بخوان خودشون رو به اونها نزدیک بکنن مجبورن یه تغییراتی رو توی نحوه مدل هایی که روی سایتشون میذارن ایجاد بکنن هر کدوم از این چیزا یا اجبار که به کارمندشون میگن حالا خیلی تو جزئیاتش وارد نشین میبینیم که به خاطر اینکه رابطشون با قدرت حفظ بشه سال بعد هم بتونن ازشون وام بگیرن همون لطفی که سال گذشته بهشون شد سال آینده بشه مجبورن که عقایدشون رو هم منطبق بر حاکمیت بکنن و اونهایی که اون سرمایه رو بهشون میده 100 درصد چون میخوان اون بالا بمونن دیگه چون اگه شما بخوای اون بالا بمونی باید ام... این دوباره برمیگره به, هم به همون دید اول که این بازیه باید قانون بازی رو بازی کنن چون مگر از بازی میافتن بیرون تو اگه داری... تو وقتی که داری شطرنج بازی میکنی اگه یه دفعه قانون بازی رو رایت نکنی خود خب بازی میفتی بیرون درسته تو هنوز پول مفته چ... تازه چاپ شده میخوای پس این کار کن این کار کن اون کار کن یا ما به دیگه پو... به پول نمیدیم تم شده رفت بس شده خوبی, خوبی من... باش وگرنه بابا دیگه بهت پول تو جیبی نمیده یه دلوقتي. همینجور رابطه یه قدرتی هم بینشون برقراره پس اینجوری که بهش نگاه میکنی یا یک بازیه که همینجوری قواعدش چیدیم ما با هم داریم بازی میکنیم یا یک بازی که یه عده دارن ازش استفاده میکنن یه بهتره بگیم که همینجوری که گفتی دزدیه ببین من عقیدم اینه که واسه به جای اینکه آدم بیاد بگه که این یه دزدیه این یه حق بازیه و اینجوری شعار بده آدم بیاد خیلی چون این یه واقعیته درسته سیستم فیات وجود داره امروز و شما هیچ کاری نمیتونی بکنی اینو نابودش کنی درسته پس چرا که نه که آدم بیاد این بازی رو یاد بگیره و باش پول در بیاره و باش موفق بشه درسته این این یه اتیتیوته یا یه اه، 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 طرز آره، این, یه، این،, این،, این این یه طرز دیده که به نظر من خیلی ارزشش بالاتره چون یه دید هست که آدم میتونه خودش رو نگاتیو نشون بده خودش منفی نشون بده و بگه که کل دنیا اشتباه داره میکنه فقط من دارم درست میگم یا اینکه بگه که, که ام... کل دنیا داره یه اشتباهی میکنه توی یه بازی خیلی پیچیده ای که منم میتونم توی اون بازی کلی موفق بشم اگه بدونم بازی چه بازیه درسته؟ پس بنابراین شما وقتی که آدم فکر میکنه بیت کوین خیلی چیز پیچیده ایه درسته ولی بیت کوین یه چیز خیلی ساده ایه انقدر ساده است که مردم اصلا م... به خودشون میگن مگه میشه انقدر یه چیز انقدر ساده باشه نه بیت کوین انقدر ساده است که اصلا مسخره است آدم راجبش حرف بزنه چیزی که این وسط پیچیده و سخته سیستم ارز دولت هاست. که ما هم تو بیت اگه دقت کنی تو گفتی خود چند تا اپیزود گوش دادی ما 95 درصد وقت فقط راجب به اینا داریم حرف میزنیم که آقا سیستم فیات چیه چون شما وقتی که بفهمی سیستم فیات چجوری کار میکنه میتونی شروع کنی از این سیستم استفاده کنی و با کمک بیت کوین موفق بشی تو زندگیت خودتو نجات بدی چون این سیستم فیات جوری ساخته شده که از نادانی مردم سوء استفاده شه و کار بکشه برای همین شما وقتی که مثلا تو آلمان زندگی کنی حالا شما ایرانی ولی شما اینجا تو آلمان کار بکنی اگه طبق چیزایی که بهت یاد میدن جلو بری و قانون نه قانونه که همیشه رایت باید بکنی ولی اگه یه ذره نخونی راجب این موضوع یه ذره خودتو سعی نکنی راجبه این موضوع تحقیق کنی هیچ وقت نمیتونی موفق بشی چون وقتی که تو داری کارمندی میکنی توی یه کشوری مثل آلمان نصف پولت داره میره بشه دولت نصف پول تو ازت میگیرن اصلا خب حالا بگیم نصف پولت میره خب اگه نصف پول من بره خب 20 سال چیز میکنم صرف جویی میکنم بعد از 20 سال خب یه پولی میذارم کنار درست نیست نمیذاره سال بعد هم میخواد ازت بگیره نه فقط آخه نه این یه تکسه درسته مهم. این درصدی که من دارم بهت میگم مومو این تکسه خب ولی تورم رو هیچکس در... در, در, حساب نمیگیره که شما حتی اگه با این پنجاه درصدم هم اوکی باشی تورم داره اون پنجاه درصد دیگه تو میخوره ازت یعنی تو داری خودتو توی سیستمی داری تکون میدی که هیچ وقت به مقصد نمیرسی هیچ وقت تا مرگت فقط با کار کنی تا ابد یا اینکه خودت به خودتو نجات بدی تو هیچ مدرسه اینا رو به یاد نمیدن هیچ کدوم چرا چون سیستم فیات اینجوری ساخته شده که تو قرار نیست تو پولدار بشی تو قرار رو واسه بقیه کار کنی تو قرار بقیه رو پولدار کنی تو قرار نیست پولدار شی قرار نیست موفق بشی تو قراره که بری کار کنی تکستو تو بدی و اگه شانس بیاری هفتاد سالت باشه دولت پولتو تو غذای مصرف آخر خونه تو اینا رو بده بعد هشتاد نوت سالت شد بگی خدافز بری اینه سیستم فیات ولی اگه این سیستم رو درک کنی و بفهمی این سیستمی که من اول به توضیح دادم و بتونی متوجه بشی میتونی از طریق سیستم فیات با استفاده از قرض خیلی موفق بشی همین حرفی هست که دقیقا روبرت کیوساکی میزنه یه حرفی هست که واقعا سیستم فیات رو خوب فهمیده البته به این سراحت این رو نمیگه که دنیا اینجوری هست و باید اینجوری ازش سو استفاده بکنی ولی خب در واقع چیزی که داره میگه قواعد سیستم فیات رو رو میکنه و میگه اگر میخوای توی بازی باشی باید این قواعد رو دنبال بکنی و همون حرف رو هم در مورد مدرسه و اینها میزنه میگه مدرسه قرار تو رو یه ایمپلوی یا یک کارمند بار بیاره قرار نیست تو یک تو رو یک کارآفرین بار بیاره قرار نیست تو رو یه فرد موفق بکنه همیشه توی مدرسه میبینیم همیشه صحبت از تبعیت کردنه نه از اینکه اشتباه بکنی آزمون رو خطا بکنی و راهی رو پیدا بکنی منم خیلی از حرفایی که الان زدم از کتابای اونم خیلی از رابرت کیوزاکی کتاباش من همون ابتدای کارم همون 2007 اینا من خیلی کتاباشو خوندم و رو من خیلی اثر گذاشت ولی چیزی که کم بود برای من پیش کتابای کیوزاکی یه راه بود یه راهی که خب چه چجوری میدونی خیلی آدم توی خیلی چیزا رو خوب توضیح میده ولی به مقصد نمیارتت درست م. این یه چیزی بود که همیشه من ام، ام، ولی خیلی کارش خوبه من عاشق کتاباشم همشون همه کتاباش خوبه م. و برای کسایی هم که در جریان نیستن اتفاقا نیست که از حامیان بیت کوین هست که میگه من بیت کوین به عنوان یک هج برای پوشش ریسک های سرمایه گذاریم ازش استفاده میکنم بله و بله. حالا کیوساکی کتابش من واسه خوار گرفتم چون که توی توی سنی هست که من آرزو میکردم کاش توی اون سن کتاب روبرت کیوساکی رو خونده بودم و میبینم چند سالشه؟ خلو 17 سالشه آه اوکی من هم yeah. تا همون سن خوندم تا آره. همون سن خوندی آره. <laughs> آره. 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 <laughs> آره 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 من همون سن آره 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 آلی آره و میبینم که کلت خانواده داره این کتاب رو میخونه یعنی خودش کسی هست که هنوز کاملش... کامل نخونتش خواهد که توی ایام امتحاناتشه پ... پ پدر پولدار پدر فقیر آره آره اوکی 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 من به فارسی فقط همون فکر میکنم ترجمه شده باشه یا اون که ترجمه های خوبی داره در مورد برخی کتابش توی ایران خبری ندارم ولی خیلی زیاد دنبالش میکنم و از اون آدمایی هست کاش زودتر پیداش کرده بودم yeah. uh, قبل از اینکه پیشتر بریم توی بیت کوین حالا در مورد اون معنویات که گفتی میتونی در مورد دیدگاه های معنوی خودت صحبت, صحبت بکنی که uh, چه دیدگاه هایی رو داری چه نقشی داره معنویات توی زندگیت و آیا uh, به uh, organized یا uh, or institutional religions رفتی داره به دین های uh, دین چی میگن دین های سازمان یا رفتی داره ی, یک راه شخصی رو دنبال میکنیم ام... حالا بی این به دین زیاد صحبت نکنیم اگه اوکی ولی <laughs> من میتونم خیلی کلی بهت اه... یه ذره دیدگاه همون راجب این موضوع بگم من راستش بخوای خیلی راجع این موضوع حدود الان میشه گفت ده دوازده سال راجبه این موضوع خیلی خوندم و گوش دادم که آخر آخر آخرش ما هممون به هم یه جورایی میشه گفت وصلیم درسته هممون کنم تو دین اسلام میگن به خاک برمیگردیم درسته <applause> همه همه از خاک به وجود اومدن و همه به خاک برمیگردیم و یه قانونایی هست توی این دنیا که یه جورایی میشه گفت یونیورسال um, هستن یعنی نمیشه گفت مثلا um, قانون طبیعت یه قانونیه که توی دنیا همه جا مطرحه درسته اگه شما بری راجع به طبیعت بخونی میبینی که آره یه جورایی همه چی به همه چی ربط داره همه چی همه چی و آدما فقط یک سیمپتوم طبیعتن درسته همه همه ماها یه سیمتوم از طبیعت هستیم همه ماها با طبیعت کاملا در ارتباطیم ولی اینو فراموش میکنیم به خاطر اینکه به, خودم، به خودمون اسم رو خودمون اسم میذاریم یه داستانی واسه خودمون تعریف میکنیم که کی به دنیا اومدیم چه کارایی کردیم چه هدفهایی داریم تمام اینجور چیزا درسته بعد بعد, بعد 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 یه دفعه فکر میکنیم این خودمونیم یعنی قشنگ خود انقدر خودمون این داستان رو خوب تعریف میکنیم به خودمون و بقیه که میگیم نه خب این منم الان من این اسمو دارم این کار کردم اون کار کردم پس بنابراین من اینم با اینکه در واقعیت شما اصلا اون اسم و فامیل و سن و پاسپورت و چیزایی که همه به دادن فقط یک سیمبله درسته یه سیمبله که توی طبیعت درسته حتی اونم یه ربطی به طبیعت داره حتی ایگو شما هم یک رابطه با طبیعت داره ولی شما فقط اون نیستی درسته آدما توی این خوابن که فکر میکنن اون ایگویی که به خودشون میگن هستن فقط اونن با اینکه همه آدما بشریت خیلی بیشتر از اونن خیلی بیشتر از اونن چون همه همه چی به همه چی ربط داره و همه چی به همه چی وصله خب حالا همه اینا رو چ... واسه چی دارم میگم چه ربطی داره راجع به معنویت پرسیدی قانون بیت کوین قانون طبیعیه قانون بیت کوین از ریشه است درسته مثل یه ریشه درخت دیدی ریشه درخت و چریختیه تمام چیزایی که توی قانون طبیعتن ریشه مانند قیافشون تو رگ آدم ها رو روی زربی نگاه کردی چریختیه این ریشه درخته رد و برق همه فرما توی توی طبیعت فرماشون یکیه پخش و پلان چون همه چی به همه چی وصله درسته؟ شبکه بیت کوین و طبیعت بیت کوین شیپش دقیقا همینه بیت کوین یه نوع پولیه که برمیگرده به طبیعت پولایی که ما امروز استفاده میکنیم توی دنیا خیلی دورن از طبیعت چرا؟ چون که بذار برگردم به اقتصاد اقتصاد وصل به طبیعت اقتصاد یعنی چی؟ اخت... یه یعنی بازار یعنی چی؟ یه بازار چیه؟ بازار بازار یعنی یه عده آدم با چیزایی که تو زندگیشون میخوان و حاضرن به بقیه بدن این هم یه بازار <applause> خب این وصل به طبیعت درسته و این یه فازی داره مثل طبیعت تو طبیعت ما تابستون داریم زمستون داریم پاییز داریم فصل فس... چهار تا فصل داریم تو طبیعت درسته و هر فصلی توی یک سال نیازه یعنی تو طبیعت تو طبیعت تو ن... تو به تابستون نیاز داری که بتونی زمستون داشته باشی تو به زمستون نیاز داری که بتونی تابستون داشته باشی همه اینا به هم اینترکنکتن درسته توی دون... توی پول دنیای امروز ما ما میگیم نه ما زمستون رو دوست نداریم زمستون چیز بدیه ما دوست نداریم رکودو ما از رکود بدمون میاد رکود چیز خوبی نیست با اینکه آقا مردم پول ندارن مردم کار ندارن مردم نمیخوان خرج کنن تو میگی نه رکود چیز خوبی نیست ما به زور باید به مردم یا ما به زور باید مردم رو چیز کنیم یه،, یه،, کاری کنیم که مردم برن خرج کنن هی hey, بیشتر خرج کنن چرا چون هر چی بیشتر خرج کنن خب بیشتر کار به وجود میاد کار به وجود میاد خب مردم بیشتر پول در میارن ای، این طرز فکر یه فیات اکانامیسته درسته در طبیعت ولی تو نیاز داری به یه زمستون تو نیاز داری به یه رکود که بتونی ببخشید برعکس رکود چیه؟ نمیدونم که حالا چه جسل 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 ترجمه وقتی که امسی... اقتصاد خوبه وقتی که اقتصاد خوبه <applause> <مان Love> بوم آره تو نیاز داری به یه رکود که بتونی که بتونی بعد از رکود دوباره رشد داشته باشی رشد شکوفایی آره آفرین آره دقیقا ولی بانک مرکزی می میگه که نه این خوب نیست ما نمیخوایم این اتفاق بیفته چون اگه این اتفاق بیفته فاجعه است چرا ام. چون ما اینقدر قرض داریم پس میایم تمام این قرضا رو با بیشتر قرض جلوش رو میخوایم بگیریم با اینکه بدتر داریم میکنی این قضیه رو تو نمیخوای زمستون چه تو میای مصنوعی تمام ابرا رو میذاری کنار نمیذاری بارون با بیاد کل طبیعت رو داری نابود میکنی بعد وقتی که ولی یه زمستون بیاد فکر میکنی چه زمستونی بیاد زمستون خیلی وحشتناکی برمیگرده مثل مثل سونامی برمیگرده اون, اون زمستون به خاطر اینکه طبیعت آخر آخرش برمیگرده به اون, ب, ب, ب خودش تو فقط میتونی تا یه مدت جلوشو بگیری خب حالا ببخش اگه پیچیده پی, پی کردم اینو منظور من چیه منظور من اینه که بیت کوین اقتصادش از هر نوع پولی که تا به حال وجود داشته نزدیکتر به طبیعته به خاطر قانونایی که توش هست به خاطر اینکه هیچ کس کنترلش نمیکنه به خاطر اینکه پخشه مثل یه رگ آدم مثل یه ریشه درخت مثل طبیعت پخش و پلاست همه جا و میشه گفت پرفکت ترین نوع پول برای اقتصاد برای صرف جویی که اگه شما صرف جویی کنی هیچ کس نمیتونه پول از شما بگیره مم. مثلا کرونا بذار یه مثالی بهت بزنم کرونا مومو کرونا اتفاق افتاد وقتی که کرونا اتفاق میفته چه اتفاق میفته یهو همه کاراشون رو از دست میدن درسته وقتی که همه کاراشون رو از دست میدن چه اتفاقی باید بیفته کلی شرکت باید ورشکسته بشه درسته خب که مردم نمیتونن ازشون خرید بکنن باری کلا چون مردم نمیتونن خرج کنن شرکت ها نمیتونن پول برن پس بنابراین باید شرکت ها ورشکسته بشن یه بانک مرکزی میگه که خب نه این که نمیشه ما این کارو بکنیم کل اقتصاد از بین میره درسته کاملا درسته ولی اگه تو توی اون اقتصاد مردم صرف جو بودن انقدر قرض نداشتن این فاجعه به اون... به اون شدت بد نبود اگه مردم انقدر تو قرض نبودن میتونستن حتی یه کرونا رو بگذرونن ولی وقتی همه تو قرضن معلومه که این یه فاجعه است بنابراین یه فیات اکانومیست نمیاد بگه که مشکل از کجا شروع شد میاد میگه که مشکل اینه پس بنابراین ما با این کارو بکنیم در همین اومدن تمام این شرکت های مثل لوفتانزا و این شرکت های بزرگ و نجات دادن اگه میذاشتن اونا همه ورشکسته بشن درست کارا از بین میرفت همه چی نابود میشد ولی توی اقتصاد آزاد این اتفاق اتفاق خوبیه چرا خوبه؟ چون وقتی که شرکت هایی که دیگه خودشون رو نمیتونن نگه دارن توی بازار نابود میشن شرکت های جدید میتونن بیان تو بازار و چون شرکت های جدید میان تو بازار این شرکت های جدید کیفیت اون اقتصاد رو میبرن بالا محصولات اون اقتصاد بهتر میشه و من که صرف جو بودم الان انتخابم تو اون بازار میره بالا چرا چون رقابت رفته بالا یه شرکت گنده پرقرضه که از دولت هی نجات داده میشه وجود نداره این وسط پول میاد این اقتصاد رو بیشتر دسنترال میکنه درسته بیشتر رقابت میاره توش پس بنابراین کیفیت اون بازار میره بالا و کیفیت زندگی میره بالا اینجوری بعد تابستون میاد بعد زمستون که میاد آدم میدونه تابستون برمیگرده It's okay ما صرف جویی کردیم با زمستون آدم صرف جویی میکنه آدم واسه چی تو, چ... تو, فکر میکنی چرا بدن چاق میشه اینم این <تصفح> یه چیز من <تصفح> یه چیز منعویه درسته برگردیم به سوال منعوی توی معنویت یا توی بیولوژی شما شما چرا چاق میشی شما تو تابستون چاق میشی که بتونی زمستون رو بگذرونی صرف جویی بدن شما چاق شدنه It stores fat چربی رو نگه میداره واسه روز مبادا درسته پولم باید همون باشه ولی اینا اومدن انقدر قرض بالا آوردن انقدر این موضوع رو این, این, این موضوع قرض رو بد کردن که هر دفعه این اه، اه، هر دفعه هر فاجعه ای اتفاق میفته یه اتفاقی که خیلی چیز معمولیه یعنی یه پندمی یه اتفاقیه که میفته ی <applause> اینم این این یه چیز طبیعیه <applause> درسته پس بنابراین پول ما چرا نباید طبیعی باشه پول ما سیاسیه <تصفح> و این ای مشکل قضیه اینه که من این دنیای معنوی که داشتمو تونستم با دنیای اقتصاد و با دنیای پول اه اه به هم رب بدم که خیلی منو عوض کرد در این موردم تعبیر زیبایی بود تعبیر ریشه و طبیعت و فصل ها که گفتی و خب مثلا میگی به حال لوفتانزا ممکنه ورشکست بشه البته خب همین هم به خاطر محدودیت هایی هست که به صورت مصنوعی گذاشته شد دولت ها گذاشتن ولی فرض کن که اقبال به هواپیما ها کم میشد به سفر هوایی کم میشد شاید مردم ترجیح دادن به یه راهی رو پیدا کردن بهتر از اون یا دوست دارن که پولشون رو جای دیگه خرج بکنن شما نمیذاری که اون راه جدید پیدا بشه ولی هی میخوای به اونا پول بدی که کارمنداش مثلا حالا یه کلاه همینجوری که توی دین کلاه شرعی داریم یه کلاه منطقی هم میذاری روش که من میخوام همچنان اون کارمندای اونجا پولشون پول بهشون برسه و حقوقشون رو دریافت بکنن ولی در واقع تو فقط میخوای اون ساختاری رو که بوده حفظ بکنی. و نمیخوای بذاری که ابداعات جدید رخ بده و اونها فرصتی رو برای رونمایی از خودشون و شکوفایی داشته باشن در واقع توی بازار طبیعی بدون دخالت ما میتونیم یه شکوفایی طبیعی رو داشته باشیم که انسان ها با واقعا با دادن پولشون و خرج کردن پولشون رو چیزهای مختلف میتونن رأی بدن و انتخاب بکنن ولی توی این سیستم اقتصادی ما حتی اگر که خلاف دولت هم پول خودمون رو خرج بکنه دولت که اول خودش هر چیزی که بخواد خرج بکنه میتونه چاپ بکنه در جهت اون خرج بکنه انتخابی ما روش نداریم و این حتی قو... اونی که توی انگلیسی میگن what with your dollars همون هم ازت میگیره تا تا حد خیلی زیادی و نمیذاره هیچ کدوم از این تعاملات به صورت طبیعی رخ بده و وز... گردش سرمایه تو رو راهنمایی بکنه که چه چیزی برای جامعه امروز بهتره دقیقا دقیقا کاملا موافقم حالا بریم سراغ مطالب مطالبی که توی بیت کوین هم معرفی کردی و در موردشون صحبت کردی و دوباره برگردیم به بیت کوین در اه. مورد والت مختلف صحبت کردی میخوام بدونم نظر در مورد دیدم که اشاره زیادی به سامورای والت نکردی نظر به طور کلی در مورد سامورای والت چیه چون که خودم ازش استفاده میکنم و ازش راضیم میخوام بدونم که نظر تو چ... چ... چیه و چه کاستی هایی توش میبینی و چه مذیعت هایی من میبینی. راستشو بهت بگم من از سامورای زیاد استفاده نکردم یعنی الان بخوام بیام بهت اه... یه نظری بدم شاید یه نظری بدم که زیاد کمک نکنه ولی سامورای من تا اونجایی که میدونم بیشتر روی لایتنینگ کار کردن یعنی یه والت لایتنینگ یعنی درست نیست؟ اتفاقا من خودم باش تراکنش با لایتنینگ نتونستم انجام بدم یعنی توی صفحه اصلیش هم نمیبینم که لایتنینگ من, درمشن. من زیاد من زیاد یعنی میشه گفت من یه بار فقط سامورای والتو آه... یا... نه نه من سامورای تاله استفاده نکردم مامو باور میشه یه <تصحنت> بار دانلودش کردم اه... زیاد خوشم نیومد از از اینترفیسش سویچ کردم یادم نیست راش بخی بخواه... ست... ست... اه... د... من میخواستم, کنم میخواستم میکسینگ کنم یه بار میخواستم کوین میکسینگ کنم برای پرایوسی کوین جوین کنم آره بعد دیدم یه چیز خیلی آم، آم، یه،, یه،, یه پولی چیزی لازم بود یه, یه، میکسینگ پول وصل بود به قضیه آه. بعد یه جوری بیخیال شدم رفتم برگشتم به سراغ سپکتر و الان دیگه فقط من از والت سپرو رو استفاده میکنم البته برای هارد والت هم سپرر رو استفاده میکنم برای والت نرم موبایل من اینا رو استفاده نمی یه چند فکر کنم راجب اونم میخوای حرف بزنی ولی من برای دسکتاپ اول با لجر شروع کردم بعد که بیشتر راجب بیت کوین خوندم و یاد گرفتم نود خودم رو که راه انداختم دیدم نه با لجر از این کارا نمیشه کرد لجر رو انداختم دور سویچ کردم روی کولد کارت و بعد از اونجا رفتم سراغ سپکتر بعد سپکتر چون خیلی کنده متاسفانه خیلی کنده یعنی واقعا کنده مخصوصا فکر کنم واسه شما ش... تو تو ایرانی نه؟ نه من توی لحظتانم آه لحظتانی آه اوکی تو تو لحستانی من نمی... فکرم ایرانی اوکی واسه کسی که تو ایرانن خیلی اینترنت کنکشنش خب ضعیفتر از خارج از ایرانه فکر نکنم سپکتر اصلا جواب بده من سپرو رو اکثر مدت به مردم چیز میکنم توصیه میکنم سپرو مثل همون کپتن جک سپرو نوشته میشه سپرو اس پی Uh, S -P -A -R -R -O -W, SPARROW for oh, mm -hmm. sparrow wallet All right. uh, but, uh, من حالا چون که توی اون مصاحبه اسم سامورای والت رو نیووردی اینجور جور برداشت کردم که شاید استفادهش کردی و خوشت نیومده ازش و این بود که اینجا مطرحش کردم یکم واسه هم نگرانی داشت آها نه اوکی نه چیزی که زیاد توصیه نمیکنم استفاده کنی چیزه اسمش یادم رفت وازابی وازابی آره آره وازابی رو زیاد توصیه نمی استفاده کنی چون وازابی مثل یه شرکتی خریدتش بعد یه چند تا ترانزکشن رو مونیتور کردن و سنگ آره چیز کردن آره برای همین زیاد توصیه نمی کنم از استفاده از اون ولی واسه هارد به والت آدم باید به نظر من یه نرم افزاری رو انتخاب کنه که ربطی به سخت افزارش نداشته باشه چون اگه خدای نکرده مثلا شما عادت کنی البته خب من خیلی جدی میگیرم این قضیه رو واسه بعضی زیاد مهم نیست ولی اگه شما مثلا از لجر داری استفاده میکنی و لجر لایف داری استفاده میکنی لجر لایف نرم افسار لجر خودش یه سخت افساره درسته خیلی ها فکر میکنن که چون لجر دارن باید از لجر لایف استفاده کنن با اینکه اصلا اینطور نیست شما میتونی لجر رو داشته باشی هارد به ولی بیای از یه نرم افزار دیگه ای استفاده کنی که خیلی واسه سکیوریتی هم بهتره چون مثلا خدای نکرده اگه مثلا لجر یه روزی ناپدید شد شما عادت کردی فقط به نرم افزار لجر اون موقع میخوای چیکار کنی پس بنابراین بهتره که آدم بیاد از این نرم افزاری استفاده کنه که اولا اوپن سورس باشه و من وصل نباشه به یه شرکت که آدم عادت کنه بهش بعد دیگه you یه know, uh, دفعه ناپدید شه اون شرکت رو ندونید دیگه دیگه, دیگه چیکار میکنه um, برای همین من سعی میکنم uh, نرم افزارا رو نرم افزاری که استفاده میکنم فرق کنه با سخت افزاری که دارم استفاده میکنم ام. و هارد به والت کولد کارد مجبورت میکنه که این کار کنی چون نرم افزار نداره کل <laughs> آره 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 خیلی خیلی سخت افسر خوبیه خیلی اینکه البته مثلا کسی که ادوانس دیگه این که گفتی فکر فکر این که گفت جدی میگیری من خودم فکر کردم که دارم صرفا کار منطقی رو انجام میدم ولی بعضی موقع از منطق خارج میشه و اتفاقا از پارانویای بدبینی هم ناشی نمیشه بیشتر فکر میکنم که علاقه دارم به این مبحث هی راههای بیشتر امنیتی که یاد میگیرم بعضی وقتا میشه که اگر من همون رو خرج بیت کوین بکنم به صرفه تر تا اینکه بخوام <تصفيق> <تصفيق> والت بیت کوین که پول بیت کوین رو هی امتر و امتر بکنم چون که اصلا توی همون قسمت از بیت کوین که در مورد این حقه هایی که میگفتین میگفتین که اون 24 کلمه رو که دارین اصلا اونو استفاده بکنیم به عنوان یه والت یه مبلغ تقلبی هم توش برزین یعنی یه مبلغ واقعی البته ولی اصل سرمایه نیست بعد امه. اون کلمه پس رو که اضافه میکنیم اون والد هستیتون باشه گفتم امه. آه من باید این کارو بکنم حتما این کارو بکن نه نه ببین به نظر من کسی که تو بیت کوین یک سال یا بیشتر هست امه. یا یه مبلغی رو که میگذرونی مثلا واسه بعضی ها این مبلغ 5000 تاست واسه بعضی یا 10000 تاست وقتی که این آپشن رو بیت کوین بهت میده باید استفاده کنی ازش تو برای چی بیای کل ثروتت رو بذاری روی یه 24 کلمه لخت اصلا معنی نداره وقتی این آپشن رو داری که بتونی یه سیکرت والت درست بکنی یعنی واقعا ایت ماجیک ماجیک پاس فریز به نظر من البته من که رفتم یه لول بالاتر من مولتی سیگ استفاده میکنم که واسه بعضی این خیلی پیچیده تره خطرناک هم هست واسه ده همه ده. من اینو توصیه نمیکنم آره یه ذره خطرناک میشه ولی پاس فریز خیلی چیز خوبیه خیلی ولی باید جدی بگیریش باید بدونی داری چیکار میکنی آم... برای پاس فریز آدم میتونه کم کم شروع کنه یه مبلغ کوچیکی رو بذاره توی پاس فریزش ولی خب پاس فریز رو تو باید همون طور که 24 کلمه تو جدی میگیری پاس فریزت هم باید به همون جدیی بکاپ بکنی چون من یه چند نفر رو که آرنج پیل میکنم برگشتم به من میگن من پاس فریز میخوام استفاده کنم ولی نیاز نیست بنویسمش هفتم خو... تو یه کلت بخوره به یه جایی چی؟ یادت بره ب... چون پس فریز و یادت بره تمومه تمومه there is no way back یه حرفش هم اشتباه بکنه کوچیک و بزرگ بنویسی تمومه دقیقا در... ایرور... مشکل که ایرور هم نمیده بهت والت میگه اوکی OK. Balance zero برای همین ستپ اه... بای step, by step ن... نرم افزار ببخش سخت افزاری که استفاده میکنیم خیلی کمک میتونه بکنه مثلا یه مثال بزنم لجر پاس فریز باش استفاده کردن خیلی پیچیده است خیلی اصلا خیلی سخته پی، پیچیدش کردن به خاطر اینکه لجر واسه یه کسیه که تازه اومده تو کار اصلا هیچ نمیدونه یه چند تا شیت کوین هم میخواد استفاده کنه واسه اون چیز خوبیه میدونی ولی مثلا تو با کولد کارت کار بکنی وقتی که کولد کار رو روشن بکنی آپشن دومش پاس فریزه همون لحظه میری تو پس فریز رو میزنی می تو درسته آره بسیار زیبا و حالا در مورد آه، یه سوال دیگه هم باز همچنان که توی والد هستیم شاید کم بیشتر توش هم بمونی. اه. من ببخشید موضوع یه چیزی بگم اه. من هفته پیش واسه هر کسی که داره الان گوش میده پادکست تو بگم اینو ما رو وبسایت بیت گاید من یه کورس گذاشتم شخصا کورس خودمه راجع به همین موضوع والت است. ولی برای ابتدایی است. یعنی کسی که تازه اومده وارد کار خیلی کورس خوبیه یه کورس دوم من دارم درست میکنم که قشنگ میره توی بحث همین حرفای پس فریز و مالتایسیگ و اینا که تمام اینا رو دونه به دونه توضیح میده و این قضیه رو خیلی واضح تر میکنه حالا اگه هر کی دوست داره می‌تونه چیز کنه می‌تونه شرکت کنه توی این کورس ها خیلی کمک می‌کنه. واسه کسی که اومدن تازه تو بیت کوین بسیار آره توی بیت دیدم که در موردشون صحبت کردین ولی نمیدونستم که آماده است آره تازه اومده آره آره هفته پیش آوردم اولین کورس کورس دوم هنوز نیومده ولی کورس ابتدایی هفته پیش من آپلود کردم الان حاضره هر دوست داره میتونه آره شرکت کنه بسیار عالی حالا یه سال دیگه حالا خب ما ممکنه بعضی از این سخت افزار رو استفاده بکنیم واسه کیف پول که مختص کیف پول بودن ساخته شدن مثلا وقتی که داریم از کولد کارد استفاده میکنیم وقتی داریم از لجر و نانو اینها استفاده میکنیم اینها مختص نگهداری رمز ارز یا حالا توی مورد کولد کارد بگم فقط بیت کوین هست نظر در مورد اینکه از رزبری پای استفاده بکنیم برای ای ای والت ایکولد ای ای والت برای ای 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 کیف پول سرد نظر در مورد اون چیه من خودم فکر میکنم که مزیتش اینه چون برای چنین چیز ساخته نشده پس شرکت سازندش هم Uh, یه بکدور در در واسه خودش کار نذاشته که بتونی یه جوری به بیت کوین من دسترسی پیدا بکنی یه موقع وای رو روشن بکنی یه موقع بلوتوثش رو روشن بکنی این حالا uh, بدبینی در سطح ادوارد سنودن هست که در حد ادوارد سنودن ولی فکر میکنم یه جور منطقی رو بشه آورد واسه یه استفاده از یه سخت افزاری که مختص بیت کوین نیست بین این دو گزینه تو کدومش رو انتخاب میکنی یه سخت که مختص بیت کوین ساخته شده یه چیزی که مختص بیت کوین ساخته نشده و تو از اون برای کیف پول استفاده بکنی که شکی هم بر نی... ایزی ببین من از رازبری پای برای یک کیف پول به هیچ عنوان استفاده نمی کنم. ام. من فقط و فقط از سخت افزارهایی استفاده می کنم که ساخته شدن برای نگهداری از کلید خصوصی بیت کوین و فقط و فقط بیت کوین چرا چون اینا ساخته شدن اینا یه سیکوریتی مدلی دارن که فقط دیزاین شدن برای یک کار و نگهداری و محافظت از کلید خصوصی شماست خب حالا رازبری پای این وسط چی میگه رازبری پای من اینجا الان یه رازبری پای دارم رازبری پای و من بر، فقط برای اه، چیز وریفیکیشن استفاده میکنم حالا منظورم چیه؟ منظورم اینه که من سرور خودمو دارم من چون ببین خیلی اینو اشتباه میگیرن کسی که مخصوصا تازه اومدن تو بیت کوین فکر میکنن بیتکوین وقتی که شما یه والد داری داری از بیت کوین کاملا استفاده می کنی که میشه یه جورایی گفت آره اکثر مردم هم همیشه فقط از یه والت خواهند استفاده کرد ولی اگه شما خصوصیت تو میخوای ببری بالا سکوریتی تو میخوای ببری بالا بهترین کاری که میتونی بکنی اینی که از یه سخت افزار برای کیف پولت استفاده کن very good ولی اگه یه, یه, یه،, یه level security تو حتی بالاترم میخوای ببری بیا سرور خودتو بچین و ام. کل بلاک چین رو بیار تو خونت بیت کوین رو بیار تو خونت چون همه والت ها شما الان مثلا بذار یه مثال بهت بزنم مثلا شما الان از یه لجر داری استفاده میکنی درسته؟ خب اون لجر لایو از کجا ولیدیت میکنه که ترنزکشن وارد شد با نودای دیگه با نودای دیگه دقیقا من میام به جایی که از یه نود شرکت تو فرانسه استفاده کنم نودو میارم تو خونه خودم م. از طریق تور ترانزکشن ها رو وریفای میکنم ترانزکشن ها رو ارسال میکنم خصوصیت همون میبره بالا به هیچ اهد و ناسی هم نباید اعتماد کنم یه مثالی که من من استفاده میکنم برای این از دنیای تلاست خب شما وقتی که میری تلا میخری خب از کجا میفهمی اون طلا واقعیه باید متخصص باشی که اونو باید دستگاهی داشته باشی که ایارش رو به خلوصش رو به سنجه, سنجه. باریکلا یا،, یا به یکی اعتماد میکنی یا به تلا تل فروشه اعتماد میکنی که آقا این تلا واقعا 999 گرم تلاست و چیزی قاتیش نیست خب یا اعتماد میکنی یا خودت یه دستگاه داری که اون طلا رو میتونی وریفای بکنی که واقعا اونقدر طلا توشه اون دستگاه یه بیت کوین نوده شما اگه واقعا 100 درصد میخوای مطمئن باشی که این یه بیت کوین واقعیه و 100 درصد بیت کوینه میتونی هر ترنزکشنی که وارد والتت میشه رو خودت وریفای بکنی به جایی که به یکی اعتماد بکنی که اکثر آدما این کارو نمیکنن و نیازم نیست بکنن ولی من میکنم این یه دلیلشه دلیل دومش اینه که شما وقتی که از یه سرور یه شرکت استفاده میکنی تمام آدرسات ارسال میشه به اون سرور مم. با آی یعنی پی اتو... آدرست یعنی هم لوکیشن با آی آدرست یعنی هم لوکیشن تو میبینن هم بیت کوین آدرسات رو میبینن شما پابلیک درست پرایوت کیت روی والته ولی مم. هر دفعه میای والت رو وصل میکنی به یک کلاینت مثلا به یه به به سامورای یا به یه سپرور پشت اون سپرور خب یه سرور دیگه اگه سرور خودت نباشه یعنی یه سرور کسی دیگه ایه بعد تو میای اکسپاپ یا کلید عمومی تو میاری روش تمام آدرسات پابلیکی. میره رو اون سرور آره مستر پابلیکیت تمام آدرسات لو میره با آی پی آدرست به اون سرور برای همین یه سرور آدم خودش داشته باشه خاصیتش اینه که از منطقه پای... باشه هم همینه تور استفاده میکنی که آی تو که آی پیم... که آی پیم نشون داده نشه دقیقا هم... هم آی پی نشون نمیدم هم ترانزکشن رو خودم و خودم وریفای میکنم برای بعضی از برنامه ها سخته که بخوای به نودت وصل کنی حالا چه برنامه های، چه والت های, های دسک، دسکتاپ یا حتی گوشی اگر چنین چیزی هست پیشنهاد میکنی که بشه ساده با نود خودت ربطش داد و واسه یه والت سخت افزاری چه والت سخت افزاری رو پیشنهاد میکنی که کار باش آسون باشه و راحت بتونی بین اونو Uh, من, یه کورس... دا دا یه من یه کورس الان که اینو گفتیم ما الان یه چیزی تو ذهنم من یه کورس راجع به نودم باید درست کنم الان تو به ذهنم رسید <applause> حتما این کارو باید بکنم ببین یه شرکتی هست به نام امبرل <applause> خیلی شرکت باحالیه یه وبسایت دارن اسمش هست اه، اه، get Umbrella امبرل مثل چتر به زبون انگلیسی اونجا یه استپ بای ستپ گذاشتن که آدم میتونه خودش نود خودش رو بسازه میری یه لینک هم برات گوشتن چه, چه قطعه آیی رو بعد از آمازون بخری امه. یه مینی کامپیوتر کوچولو خودت درست میکنی بعد همه چی اتوماتیک نصب میشه نرم افزارش هم بهت میدن یه سپورت هم دارن توی تلگرام کمکت هم میکنن اگه بخوای این یه راهشه از یک، یکی از این شرکت ها استفاده کنی که نرم افزار رو برات میچینن اینا یه راه دیگه که برادر من یه کامپیوتر قدیمی رو بردار بیت کوین کور رو روش اینستال کن میشه نوت همین <تصفح> به همین سادگی بعد بعد سپرا رو روش نصب کن یا سپکتر رو یا من حالا زیاد با سامورای کار نکردم ولی مطمئنم که سپر... سامورای این کار رو میتونی باش بکنی حتی همون, پی... والت گوشی هم ممکنه چنین چیز رو پیش... پشتیبانی کنه نه م. نه برای اون یه چیزی مثل امبرل نیاز داری <applause> آره ولی مثلا اگه بیت کوین کور رو دانلود کنی روی کامپیوتر قدیمی فقط روی خود اون کامپیوتر میتونی کلاینتت هم بذاری خود اون کامپیوتر هم میشه سرور هم میشه والت یعنی هم <تصفح> میشه من دوست ندارم به این نرم افزارا بگم والت من بهشون میگم اه 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 والت کلاینت مثل اوتلوک <تصفح> شما جیمیل وقتی استفاده میکنی آدلوک که ایمیل اکاونتت نیست آدلوک فقط یه نرم که وصل به سرور جیمیل درسته؟ ام این سپکتر و رو تمام این نرم فقط یه انترفیس هن مثل آدلوک که وصلن به یه سرور حالا این سرور یا خودتی یا یه سرور یه کس دیگه است که تمام بلاکچین بیتکوین توش هست این دو راه هستش رو کامپیوتر قدیمی هم میتونی این کار بکنی ولی بعدی که داره این رو یه کامپیوتر قدیمی بذاری دیگه موبیل نمیتونی ازش استفاده کنی آه. مثلا اگر رو بلو والت مثلا رو موبایلت داشته باشی بلو والت اه، اه، بلو رو میتونی وست کنی از طریق تور به امبرلت یعنی هر چیزی که میاد توی بلو والتت از طریق تور ویریفای میشه با نود شخصی خودت تو خونه خودت عالی. این کار رو فقط میتونی, میتونی با امبرل بکنی یا یه چند تا دیگه هم هستن اسمشون الان در یاد ندارم ولی شبیه اونن که میتونی مثلا حتی اگه خونه نباشی مثلا میگیم رفتی مثلا خارج از کشور نیستی خونه میتونی یه تور آدرس بهت میدن با همون تور آدرس میتونی بری تو نودت مم. تو هم اون تور آدرس رو نصب میکنی که همه والتات نصب بشن به سرور خود از طریق تور آها آره من تا اون مرحله رو رفتم یعنی سعی کردم روی اوبونتوم نصب بکنم یعنی روی سیستم عاملم نه روی مثلا یه رزبری پای جداگونه چون که هنوز میبینم که اگر که بیت کوین بخرم توجیه, بیشتری داره تا اینکه بخوام خرج آمبر بکنم فعلا اگر درآمدم بیشتر شد این کار خواهم کرد آه. آره, زیاد زیاد مهم نیست راست شو بخوای اگه انقدر پرایوسی برات خیلی مهم نیست اونقدر در شدت مهم نیست به نظر من آه... یعنی خرجش خب خرجش هم قضیه نیست صد و با 120 یورو میتونی یه نوت بسازی حافظه اس اس مقدار گرونه اونم احتساب کردی توی این آره اگه بخوای من برات یه لیست میتونم بفرستم بعد از این کالمون سفارش بده کمکم خواستی به من زنگ بزن من کمکت میکنم نوع تو بساز گرون سباز. نیست 110 120 یورو تقریبا آها اینجوری منطق... منطقی منطقی من چیزی که حساب کردم یکم گرونتر از این در میومد. چندین با نگاه کردم چه خطاعتی میخوام چه خطاعتی میتونم فاکتور بگیرم چه با بکنم و اینا خیلی به این اولش پیچیده آمبره. است آره منم اولش خیلی تنبلی میومد بشینم راجبش بخونم و یاد بگیرم ولی خیلی ساده تر از اینه که فکر میکنی آمه. حالا من تنبلیم نمیاد بخونم تو واقعا خیلی جذابیت داره واسم هی در موردش میخونم و اینا و یه چیزی هم که خیلی خوشم اومد آم... تب تنزشونه مثلا پسپورد دیفالتش مانی پرینتر گو آره 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 بچه های بعد یه چیزی هم در مورد مونوالت بپرسم چون که من توی همین کشوم به صورت روی کاغذ خیلی از چیزها رو همینجوری نوشتم با کمترین امنیت چون که کسی هم بیاد بهم دستورد بزنه در واقع توی اینا هیچ پولی نیست خیلی از بیت کوین والت ساختم از جمله مون و دارم فکر میکنم به این که استفادهش بکنم بعد از لحاظ اینکه نان کاستودیال باشه امنیت و همچنین میزان کارآمدیش وقتی که داریم در مورد وقتی که میخوایم انتقالات و دریافت های لایتنینگ انجام بدیم از اون لحاظ ها چه جور ارزیابیش میکنیم از همه بهترمون از, هم... از همه, همه چی بهتره یعنی... طرف پاسخه اینجوری رو ساده رو دوست دارم. آره مون خیلی خوبه خیلی برای خرج و ترانزکشن روزمره مون بهترین والته پیریت there, there is nothing else از بلو والت هم حتی بهتره برای لایتنینگ به خاطر اینکه تمام چنل منیجمنت و اینا رو اصلا نودم نیاز نداری برات انجام میدن خب اصلا مدلش فرق داره میدونی 24 کلمه هم, هم بهت نمیدن بهت یه کد مخصوصی میدن چون اصلا سیستمشون فرق داره و اینا از تپروت و مالتایسیک استفاده میکنن خیلی خیلی پیچیده است ولی ایتس نان کستودیال یعنی خودتی و خودت آم خیلی یوزر فرندلیه خیلی سموت و سریه من باهاش آمریکا توی بیت کوین کانفرنس بودم هر دفعه پرداخت کردم چیزی همون لحظه پول پرداخت میکنه بعد چیزی که من خیلی دوست دارم اینه که فرق نمیذاره روی پرداختای لایتنینگ یا آنچین آره،, آره آره آره, سکن رو بزنی خودش میفهمه آقا این لایتنینگ یا،, 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 آنچینه بعد نمیاد بگی که آقا تو پول نداری روی لایتنینگ تو پول نداری روی آنچین اگر رو لایتنینگ داشته باشی لایتنینگ رو آنچین میکنه میفرسته یا،, یا برعکس اگر رو آنچین پول داشته باشی آنچین رو لایتنینگ میکنه از لایتنینگ میفرسته به نظر من از هر والتی که امروز وجود داره روی موبایل روی موبایل برای موبایل والت برای هات والت اوکی دیس هات والت نه نه والت سرد واسه مبلغای کوچیک واسه مبلغای کوچیک از همه بهتره از همه از هم از هر نوع آدم ببینتش اه... یکی مون یکی بلو والت این دوتا اصلا والد واسه لایتنینگ زیاد آده. چون آره کاستودیال و اگه امه. بخوای خودت انجام بدی باید خودت یه نود داشته باشی امه. و با وصلش کنی به نودت پیچیده است پیچید است بسیار ممنون و در مورد ام... یه مسئله دیگه ای به ارث رسوندن بیت کوین مثلا من میخوام که خواهرزاده اگر که یه های ترم فردا از اون رد شد بتونن که به بیت کوین های... های من دسترسی داشته باشن <applause> نمیخوام این بیت کوین دود بشه بره هوا چ... چه, کار میتونم بکنم ام um, بهشون باید یاد بدی یه والد... کاری رو کردم میخوام که اونی که خودم دارم دود نشه بره هوا چون که فاصله مکانی داریم هم نمیتونم <applause> مثلا حالا پرایوت کی رو بهشون بدم <تصفيق> <تصفيق> ببین من چیزی که میتونم به توصیه بکنم اینه که اولین و مهمترین چیز توی بیت کوین کاستدی اینه که پیچیدش نکن زیاد اگه میخوای از پس فریز استفاده کنی استفاده کن ولی پیچیدش نکن زیاد ساده نگردار همیشه به فکر این باش که آقا اگه اتفاقی واسه من بیفته کسی دیگه میفهمه من چیکار کردم یا نمیفهمه من چیکار کردم همیشه اینو در یاد نگه دار این یک دومی اینه که به میتونی به کسایی که بهشون اعتماد داری تو خانوادت متدای استفاده از والد رو بهشون یاد بدی همونطور هم. که مامانت یا بابا حالا تو رو نمیگم ولی هر کسی که داره گوش میده پدرتون یا مادرتون همونطور که یاد گرفت از آیفون استفاده کنه آیفون الان از 2007 به وجود اومده ولی امروز همه میتونن ازش استفاده کنن این, این اتفاق هم واسه بیت کوین خواهد افتاد یه روزی هی آسان تر میشه ولی هنوز اون اتفاق نیفتاده هنوز دارن والت ها بهتر و بهتر میشن ولی به یه لولی نرسیدن که خیلی ساده باشن ولی در یه لولین هستن امروز که شما میتونی اینو حداقل به شخصایی که بهشون اعتماد داری یاد بدی حداقل که چه کار میکنن بعد شما نباید بیای بهشون بگی که آقا سیکرت سیکرت پسورد من اینه یا سیت فریز من اینه اگه اتفاقی برای من افتاد اینو بزن تو موبایلت به استفاده کن نه یه گلدون توی اتاقه آره میتونی مثلا. آره یه،, یه،, والت براشون درست کن یا بهشون یاد بده که چجوری کار میکنه بعد گفت و میتونی بهشون که آقا اگه اتفاقی برای من افتاد والتی که من استفاده میکنم سیکرتش اینجاست و اونجاست <تص> من من اینجوری اه, 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 چیز توصیه میکنم اه, برای این کار اه, educate اه, به آدمایی که توی خانوادهتون هستن تا میتونین راجب کارهایی که میکنین همه چی رو یاد بدین و هر کاری میکنین رو بنویسین یا رکورد کنین یه ویدیو ضبط کنین از خودتون مثل وصیت نامه بگین چیکار کردم آقا من این کار کردم اون کار کردم والت اینجاست و اونجاست و اونجاست اگه من چیزیم شد لطفا برین اینجا و اینجا و اینجا اینم والت مثل, 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 گنج دیگه گنج رو چجوری مردم میدادن به پدر چیزشون به... به, به, فرزنداشون و اینا یا پول نقد، طلا بیت کوینم هیچ فرقی نداره هیچ فرقی نداره فقط نرم افزاره آم... آدم میتونه پیچیده ترش کنه یعنی بعضی این, این, این اینو بد میدونن از بیت کوین با اینکه آقا شما اجباری نیست بیای سه تا پاس فریز بذاری و 10 تا مولتی سیک انجام بدی اجباری نیست این آپشن ها رو بهت بیت کوین میده که اگه دوست داشته باشی ازش استفاده کنی ولی اگه دوست نداری پیچیدش کنی نکن پیچیدش یه چهار کلمه درست کن والتو بچین پول بذار توش به بقیه بگو بکاپت کجاست تم شده رفت فراموش کن هادل همین بعضی ها اووردو میکنن این کارو سیکیوریتی رو زیادی جدی میگیرن با به خاطر یه مبلغ خیلی مسخره کوچیکی بعد یه اتفاق میفته بعد خانوادهشون هیچ وقت نمیتونن پولشون رو زنده کنن کیپ ایت سیمپل نقصا این که سالهایی بیشتری میگذر و ارزشش بیشتر میشه و خانواده بیشتر حسرت میخوری که خدا بیامرز یه <applause> راهی واسه اون نداشت که با اونها دسترسی داشته باشه دقیقا دقیقا که الان این مقدار بود این رو داشت حالا در مورد رایانش کوانتوم یا کوانتوم کمپیوتینگ و رابطه اون با بیت کوین آیا این نگران میشه که یه هو از خواب بیدارشی یا ببینی که عرق روی صورتت نشسته و به این روزی فکر بکنی یا کابوس ببینی که یه روز رایانش کوانتومی اومده و کل بیت کوین کل بیت کوین رو نابود کرده ببین جالبیش میدید چه ماما من هر دفعه این آرگیمنت رو راجع بیت کوین میشنوم به خودم میگم ببین این نوع پول انقدر پرفکته انقدر نوع پول خوبیه که مردم باید بیان بگن آقا اگه دنیا به هم بریزه میخوای چی کار کنی اگه روز قیامت بشه اون موقع میخوای چی کار بکنی آقا اگه کوانتوم بیاد ما بیت کوین رو فراموش کن کل سیستم دنیا به هم میریزه و وقتی که کوانتوم بیاد خب مردم استفاده میکنن ازش استفاده خوبی ازش میکنن شما تصور کن کل دنیا الان داره روی کریپتوگرافی کار میکنه کل اینترنت داره روی کریپتوگرافی کار میکنه همین فکر کنم فقط بیت کوین داره روی کریپتوگرافی کار میکنه آقا کریپتوگرافی از 1900 چه میدونم 60 70 وجود داره یه،, یه, تکنولوژی ملیتریه که وجود داره که این آرگومنت مسخره ببخشید میگم مسخرهشون واقعا مسخره است کوانتوم اینه که خب اگه کوانتوم بیاد بتونه اینو بشکونه چی آقا اگه اون روز بیاد شما به فکر نه به فکر بیت کوینی نه به فکر چیزی حساب بانکیتی یا بانکتی اون موقع فقط به فکر اینی که آقا چجوری من خودم رو نجات بدم آب کجاست غذا کجاست این کجاست اون کجاست همین چون اگه خدای نکرده یه روزی یه الینی از کره خارج از کره زمین وارد اینجا بشه با یه تکنولوژی جدیدی مثل کوانتوم تمام سیستم برق و اینترنت و بانک ها و همه چی به هم میتونه بریزه چون اینا میتونن یهو کل سیستم اینترنت رو بشکنن و میتونن کل ببین بیت کوین الان یک درصد دنیا هم نیست یعنی اگه قدرت کوانتوم امروز بیاد یهو فکر میکنی کسی میاد یک درصد دنیا رو فقط بخواد اتک بکنه اینا میان 99 درصد مردم رو دزدی میکنن با این تکنولوژی اگه بخوان این کار رو بکنن جواب سوالتو بذار اینجوری بدم من اصلا نگران این موضوع نیستم به نظر من یه چیز خندداریه به خاطر اینکه نشون میده که بیت کوین ببین چقدر چه نوع تکنولوژی پرفکتیه که تنها چیزایی که آدم میتونه بیاره وسط که بتونه یه قانه یه آرگومنتی بیاره که بیت کوین بتونه چیز بشه خراب بشه یه آرگومنتی باید باشه که تقریبا میشه گفت دنیا اگه به هم بخوره چه اون موقع چی <بصد> <تصال> میدونی <متصال> so, من اصلا نگران این موضوع نیستم نه من،, فکر فکر کنم برعکس دقیقا من فکر کنم اگه کوانتوم بخواد به وجود بیاد خب این که یهو به وجود نمیاد در طول آره، مدت آره. به وجود میاد امه. و شبکه بیت کوین اینو ایمپلمنت میکنه آره. و و استفاده میکنه It's good for bitcoin It's not bad for It's good خوبه واسه بیت کوین تصور خودم من بیشتر همینی که قرار نیست هر پیشرفت تکنولوژی یه اونم توی یه چیز دولتی و به نواد دولتی اینا چیز بره. اتفاقا به نظر من حالا در مورد مثلا ساتوشی هم که صحبت میشه میگن که احتمالاً بیت کوین رو بیت کوین مثلا ساتوشی دولته یکی از دولت ها مثلا روسیه پوتین احتمالاً پشتش به نظر ما آدما خیلی اومدیم دولت ها رو جدی گرفتیم مثلا دولتی رو که ما میبینی می بینیم بزرگترین ابرقدرت دنیا میره 20 سال یه جنگ میکنه بعدش هم تحویل همون آدمایی میده که میخواسته و کشور ازشون بگیره بعد بتونیم که همچین دولت ها هم چیزای جالب و چیزای جدی نیستن که ما بخوایم نگرانشون باشیم این تکنولوژی وقتی که بیاد توی بازار به وجود میاد تدریجه وجود میاد الان من یه لپتاپ قدیمی روش نود دارم این مکی که اینجا دارم میشه لپتاپ قدیمی من بعدن که بخوام روش نود نصب بکنم هی همینجور اون چیزی که میتونم استطاعت مالیشو دارم که بخرم و نود روش نصب کنم یه چیز خیلی قویتر از قبله و هی شبکه ای که داره از بیت کوین محافظت میکنه قویتر و قویتر میشه و حالا یه چیزی که در مورد کوم کمپیوتین گفتی طوری گفتی که بیشتر وقتی من از کوانتوم کمپیوتین استفاده میکنم صحبت میکنم بیشتر اگر رو به کار میبرم که اگر بیاد نه بباشه، وقتی که بیاد ولی تو اینجوری میگی که اگر که بیاد خیلی نامحتمل میدونیش چنین میدونی کوانتوم کمپیوتینگو که احتمال من... خیلی کمه نه راست بخوای عقیده به خصوصی راجبش ندارم ام... ام... شاید بیاد شاید نیاد اصلا اصلا من هیچ هیچ خطری توش نمیبینم فقط ببین به نظر من حالا هر کسی که داره اینو گوش میده به همین اگه شما هر چقدر بیشتر راجع به بیت کوین بخونین به این نتیجه میرسین که خبر بعد واسه بیت کوین خوبه و خبر خوب واسه بیت کوین خوبه everything is good for Bitcoin. هیچ چیزی وجود نداره که واسه بیت کوین بد باشه خبر خوب یا خبر بد هیچ فرقی نداره به خاطر قانونایی که روش داره اپرییت میکنه یه نوع پول انتی فرجایله که هر چقدر بیشتر بهش مردم فوکوس کنن رشدش میره بالاتر حالا میخواد اون فوکوس بدی باشه یا خوبی باشه <applause> هیچ فرقی نداره من هر دفعه دولت ها میان راجبش میگم ما میخوایم بن کنیم بیت کوین میگم گود مرسی مرسی پلیز بن لطفا غیر کنین من دوست دارم شما بیان غیر کنین چون هر چقدر راجبش میشه حرف بزنیم بیشتر مردم میگن بیت کوین چی هست که اینا میخوان غیر کنن <applause> چی هست که اینا اینقدر ازش میترسن که بخوام غیر قانونیش کنن چیه بذار یه راجبش بخونم مرسی دولت چه میدونم هند بود کجا بود چی بود هر دو تاشون هر دو, تاشون. دو تاشون آره آره مرسی ام. مرسی که به مردم گفتین که از چی میترسین که مردم برن طرفش میدونی مفتی مفتی آرنج پیل میکنن مردم دقیقا دقیقا, دقیقا. بدیم اثری نداره ولی این های و چیزی که اتفاق میفته بعد از این اقدامات خیلی جالبه مثلا بیت کوین دولت چین میاد ممنوعش میکنه اول تایم هایشو یکی دو ماه بعد از اون زد اول تایم های اون سقف تاریخی که تا رخ داده 68000 بود چند بود من خیلی, خیلی به قیمت خیلی توجه نمی کنم بعد از اون رخ داد یعنی گفت که چین اومد من رو محدود کرد ماینرها اومدن اهم. از از, از چین خارج شدن ممکنه یه کم تاثیر میذاشت وقتی این خبر داشت پخش میشد یه کم نگرانی ها ایجاد میشد بعد وقتی که مردم میبینن که همچنان پاورجاست اتفاقا قوی تر از قبلش هم میشه دقیقا برای همین میگم خبر بد خبر خوبه, خبر خوبه. چون هر دفعه بیت کوین میخوره زمین قوی تر برمیگرده بالا هر دفعه فکر کن ببین بیشتر از پنجاه درصد ماینینگ تو این کشور بود م. کاملا جمع کردن ماینینگ رو یک دونه بلاک کم نموند روی بلاک چین بیت کوین تیک تاک تیک اصلا مثل یه ساعت اصلا انگار نه انگار آقا نصف شبکه حذف شد انگار نه انگار هش ریت اومد پایین یعنی چیز ام... مثلا هر کسی که متوجه این موضوع نیست وقتی که کامپیوترهایی که دارن بیت کوین ماین میکنن خاموش میشن رقابت میاد پایین بیت کوین اتوماتیک ساده تر میشه حل کردنش هش ریت میاد پایین کامپیوترهای جدید میتونن روشن بشن و بیان تو شبکه پس بنابراین چی میشه اتفاق بهتری میفته واسه بیت کوین یه کامپیوتر جدید از هر جای دیگه دنیا وارد شبکه میشن برای همین که برای همین اتفاق افته که هش ریت اومد پایین پخش شد یه ذره رفت آمریکا یه ذره رفت ازبکستان یه ذره رفت این بر یه ذره اون و دوباره برگشت الان هفته پیش دوباره آل تایم های زد یعنی از اون لولی که قبل از اینکه چین بنش کنه بالاتر هم رفت ولی پخش هم شد با یه خبر بعد دقیقا همون انتای فرجایل که اتفاقا که دشمن های بیت کوین هم نسیم طلب دقیقا آره که اونم حرفای جالبی میزنه مثلا ویدیو داره که چرا انترینزیک انترینزیک یا ارزش ذاتی بیت کوین صفره و توی اون جلسه ای که تو هم اوایلش بودی من هم تقریبا هم به اندازه تو بودم که بیت کوین تینا صحبت میکرد یه حرف جالبی زد گفت که اصلا انترینزیک ولیوی وجود نداره اصلا اینترنزیک ولی یه کانسپت اشتباهیه اصلا هم چیزی وجود نداره تو وقتی که ارزش رو راجبش تحقیق کنی میبینی که ارزش یه چیزیه که تو ذهن آدم ها فقط به وجود میاد ارزش توی مدرسه اتریشی یک اتفاق تو ذهن آدم است. خب شما وقتی که توی یه روستا هستی یه ساعت رولکس برات بیشتر ارزش داره یا یه لیتر آب یه لیتر آب چرا؟ چون آب نیست اونجا درسته؟ پس بنابراین این ارزش از از, از, از از, نایابی به وجود میاد درسته هر, هر محصولی توی هر اقتصادی یا توی ببخشید محصول توی یک اقتصاد یا ارزش توی یک اقتصاد از نایابی هر محصولی به وجود میاد هر چیزی که نایاب نیست بی ارزشه مثل هوا هوا چرا ارزش نداره چرا تو حاضر نیستی واسه هوا پول بدی چون نایاب نیست ولی اگه من تو اتاقت اه اه در ببندم بگم مومو اکسیژنت هر روز ده درصد کم میشه از امروز به بعد اینفلیشن دقیقا همینه دیگه بای دی وی اینفلیشن دقیقا همینه مایکل سیلر اینو اینجوری توضیح میده که ام ساکینگ د اکسیژن out اف د روم خب هر هر دو روز یه بار ده درصد اکسیژن من از اتاق میکشم بیرون اون موقع چی میشه اون موقع اکسیژن میشه پول چرا چون اکسیژن داره نایاب میشه برات اون موقع نه ساعتت برات ارزش داره نه هیچ چیز دیگه برات ارزش نداره چرا چون فقط تو میخوای زنده بمونی خب برای همین intrinsic value کسایی که میگن uh, money هست تو have intrinsic value uh, uh, این اعتقاد دارن که پول باید یا هر نوع محصولی توی اقتصاد باید یه کاربردی داشته باشه یا یه زحمتی به با آدم براش باید کشیده باشه که اون یه ارزشی روش آدم بذاره با اینکه اصلا اینطور نیست شما میتونی یه چیزی یا ارزشمند بدونی که یه آدمی اون سر دنیا اصلا ارزش روش نمیذاره هیچ ارزشی روش نمیذاره شما مثلا توی ایران ممکنه برات ام... نمیخوام راجبه این اینجا حرف بزنم ببخشید نه بزیج... یه مثال دیگه بزنم <applause> مثلا آره افکارم زیاد خوب نیست راجبهش اینجا حرف بزنم مثلا <applause> شما نمیدونم یه میزنم ولی دوست داری... آره نه نه اوکی okay. مثلا شما توی یه کشوری ممکنه الان مثلا توی ایران زیاد بنزین نایاب نیست درسته؟ ولی تو آلمان خیلی نایابه اینجا, اینجا،, اینجا قیمت بنزین وحشتناک رفته بالا پس بنابراین چه ربطی به اینترینزیک داشت این؟ به خاطر اینکه نایابتره ارزشش بالاتره تموم شده رفت تموم شده رفت و پول فقط و فقط همینه پول حالا نمیخوام زیاد وارد این بحث بشم چون گفتی اینtرینزک الان دارم راجبش بش توضیح میدم شما وقتی که از اون صح برمیگردی توی خونت دیگه آب نایاب نیست درسته آب شما نیم لیتر آب میخوری یا یه لیتر آب میخوری دیگه تشنت نیست هر آب اضافه ای رو که هست و میای میدی به یکی دیگه میگی آقا به من چه میدونم غذا بده چون من الان گشنمه بعد اون غذا رو میخوری سیر میشی هنوز غذا اضافه داری اون غذا اضافه رو میدی به یه چیز دیگه واسه یه چیز دیگه که نیاز داری تا موقعی که هر چیزی که نیاز داشتی ساتیسفای میشه ساتیسفکشن بهش ساتوریتد میرسه درست میشه برآورده میشه دقیقاً هر چیزی که بالاتر از اون برآورده شده میخوای نگه داری واسه آینده میای با یه چیزی تاقش میزنی که برات بمونه به اون میگن پول حالا اون باید نایاب باشه حمل و نقلش آسون باشه باید تولیدش سخت باشه و نباید بعد از یه هفته بگنده تو اگه بیای تومیتو مثلا چیز گوجه فرنگی نگهداری گوجه فرنگی بر از یه هفته کپک میزنه خیلی بد نوپولیه پس برای همین شد که بازار در طول مدت رسید به طلا نه به خاطر اینکه طلا اینترینزیک value داره به خاطر اینکه طلا تمام اینا رو برورده میکرد واسه اینکه هر کسی که کار میکرد توی اقتصاد میخواست واسه آیندهش یه چیزی رو حفظ کنه یه چیزی رو میخواست نگرداره که هیچ نتونه یعنی خیلی تولیدش سخت باشه و آدم بتونه وقتش رو واسه آیندهش نگه داره و مصرف کنه پول فقط اینو حل میکنه پول هیچ چیز دیگه ای رو حل نمیکنه برای همین پول میتونه هر نوع محصولی توی اقتصاد باشه جاست گود هر نوع هر چیزی میتونه میتونه یه صدف باشه میتونه نمک باشه میتونه طلا باشه میتونه نقره باشه یا میتونه بیت کوین باشه هر چیزی که نایابه و حمل نقلش ساده تره و ایناست بهترین پول اون میشه و در طول مدت بازار اون انتخاب میکنه خیلی اتوماتیک سلف چون که هر کدوم از اینا رو انتخاب کنی یه پیامدی داره اگر صدف رو انتخاب بکنی یا میبینی که یه کشور دورتر که خیلی راحت بهت نمیتونست سفر بکنه خیلی ماهیگیرهای قویی بودن خیلی صدف هم داشتن بعد یه ها این امکان میسر میشه که اونا خیلی راحت میتونن به سمت تو سفر کنن به محل تو سفر کنن یه ها اونا با کلی صدف میان و میتونن کل منطقه ای رو که تو داری بخره دقیقا و حالا در مورد چون که حالا سابقه کار توی بازارهای مالی هم داری یه جوری پاسخ دادی این قضیه رو نه چون که گفتی هر خبری برای بیت کوین خوبه چه خبر بد باشه چه خبر خوب یه سال بذار یه جوری دیگه بپرسم این سال رو در مورد ETF ETF بیت کوین ETF بیت کوین میتونه دستگاری در بازار بیت کوین رو واسه دولت ممکن بکنه ام از چه لحاظ؟ دستکاری از, از لحاظ چی؟ منظورت از دستکاری من من حالا خودم به طور کوتاه مدت این احتمال رو میدن البته خیلی نمیدونم ETF چیه و اصلا سابقه تو توی بازارهای مالی ندارم ولی حدس میزنم مثلا اگر که بخواد یه مدت مثلا دولت به اینجوری فکر بکنی که من یه کاری بکنم که قیمت این کم شه و خب هزینه هم مجبورم به بخ... خاطر این تصمیمش و این اقدامش بده ولی شاید هزینهش یهو بیاد پایین خیلی ها نسبت به بیت کوین ناامید بشن و میتونه مثلا با کم کردن ار... ارزش دلاریش کاری بکنه که بیت کوین اقبال مردم نسبت بهش کمتر بشه و شاید بعضی ها ازش دلسرد سرد بشن یعنی به, این امید بخواد چنین کار رو انجام بده چنین اختلال رو در قیمت بیت کوین ایجاد بستگی داره چه نوع ETF بذار اول اینو توضیح بدم که ETF چی هست ETF یک یک نوع فاند که بهش میگن Exchange Traded Fund Exchange یعنی بورس traded یعنی معامله فاند uh, یعنی یک سبد خب um, یعنی یه نوع سبد uh, سهام که ببخشید من عذر میخوام مامو این صداش در اومد یه لحظه باشه ببخشید ما اینجا تو خونه یه um, چیز داریم uh, واسه آتیش آتش چیزه هستش آلارم آتیش آره آره نمیدونم چشه تازگی شروع کرده بعد از چند روز شروع میکنه سه دست خوش بردن خب داشتم چی میگفتم exchange traded fund ETF دقیقا حالا ببین چیزی که اکثر آدمایی که تو بیت کوینن نمیدونن دنیایی که الان ما توش هستیم تازه اومدن تو دنیای بیت کوین فکر میکنن کل دنیا همین ریختیه ولی شما باید درک کنی که دنیای فیات یه دنیاییه که همه چی قانون داره اولا و همه چی ساخت و ساز شده در طول سالیان سال خب و برای بیت کوین که بتونه این دنیا رو بهتر کنه دنیای فیات دنیای امروز ماست اینو با اکسپت بکنی شما حتی اگه بیت کوین رو قبول داری خیلی از بیت کوینرا دوست ندارن رگولیشن ولی ببخشید شما داری یه دنیای رگولیتد رو میخوای بهتر کنی درسته دنیای فایننس یه دنیاییه که خیلی قانون روش هست و خیلی قانون گذاری روش شده و شما میخوای این 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 دنیا رو بهتر کنی پس بنابراین یه, یه جوری به واردش بشی دیگه نمیتونی که فقط همیشه خارج از اون بمونی درسته من مثالی که همیشه میزنم به این موضوع مثل ماشیناست خب ماشینا چجوری تونستن موفق شن اون ها خیابونایی که بودن همه ام. واسه اسپا ساخته شده بودن درسته تمام خیابونا تمام تابلوها همه چی برای حمل و نقل آدما باز اسب بود و اولای ابتداهای اه، اه، موقعی که ماشین اختراع شد ماشینا باید میومدن روی این خیابونا رانندگی کردن و سخت بود واسه ماشینا اداپشن خیلی کند پیش میرفت اولش تا موقعی که اومد آد... اومدن آدم اومدن آدما خ... خیابونای جدید ساختن های جدید گذاشتن که آدما بدونن هی hey, ما چجوری رانندگی کنیم اه... چند کیلومتر در ساعت اینجا اجازه داریم راه بریم اینجا اجازه داریم بپیچیم چپ اینجا اجازه نریم بپیچیم به... چپ خب حالا بیت کوین این ماشینه است دنیای فیات این خیابونایی هستن که روش اسبا دارن راه میرن خب تو باید یه جوری وارد این دنیا بشی دیگه داری, داری, میخوای این دنیا رو بهتر کنی ماشینا اومدن دنیای حمل و نقل رو بهتر کردن بیت کوین داره میاد دنیای اقتصاد و یا دنیای پول رو میخواد بهتر بکنه ETF ای یک اینسترومنته که اکثر ارزها ببخشید ارزها نه سهاما اینجوری خرید و فروش میشن توی بورس های دنیا خب مثلا ببین مثلا اینجوری بذار توضیح بدم قانونایی که امروز وجود داره اینه که میگه خب شما اگه یه پنشن کامپانی هستی مثلا کلی پنشن چی میشد به فارسی حقوق بازنشستگی خبشت... ام... بازنشستگی دقیقا ببین فکر کن این دنیای فیات حدود میشه گفت 500 600 تریلیون دلار قرض و سهام و خونه و تمام این محصولات قاطی پاتی توش هست که همه اینا با این چیزا با این وهیکلا رگولیت شده خب که مثلا یک پنشن فاند که همون یک مؤسسه بازنشستگیه فقط اجازه داره این نوع اینسترومنت ها رو بخره و بفروشه یه پنشن فاند نمیتونه بیاد یه بیت کوین از رو بایننس بخره بیاره رو هارت دو والت خب حالا بعد از آدم از خود بشه اون پنشن فاند یا مؤسسه مؤسسه حقوق بازنشستگی بازنشستگی صندوق بازنشستگی بازنشستگی چقدر پول تو... چقدر قدرت پول داره خیلی 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 پول لارن. خب پس بر این اگه شما میخوای بیت کوین به اون لولی که ما میخوایم برسه برسه باید یه جوری باید یه جوری بذار یه دروازه باید باشه از اون دنیای قدیمی به این دنیای جدید و, و یه... چیزی مثل ETF ای اینو واز میکنه خب چون اینا مثلا نمیتونن بیان یه چیزی رو خارج از سیستمشون بخرن اینا فقط میتونن بیان یه چیزی رو بخرن که رگولیت شده باشه قانون روش باشه از این حرف حرفا خب حالا بذار تکنیکی به توضیح بدم ETF ای چی هست ETF ای دو نوع ازش وجود داره سپات فیوچرز خب سپات یعنی یه ای وجود داره یه شرکتی وجود داره که این که این فاندو منیج باب بکنه و هر دفعه یکی میاد یک سهام از این فاند یا از این سبد میخره این مؤسسه باید باید, باید، یعنی اجباری باید بره فیزیکی اون asset رو بخره و وارد بسکت و وارد سبدش بکنه خب این امروز برای طلا هست خب برای طلا هست برای سهام هست برای اینا هستش هستن ETF ها که اینا مندیت دارن مشتری وقتی میاد یک دونه سهام ازشون میخره باید برن فیزیکی برای یک دونه سهام همونقدر بخرن و وارد بسکت بکنن آم، یعنی they're backed یعنی one to one backed درسته یعنی هر دفعه یکی میاد اینو میخره یک، یکی میره ولی خب یه مؤسسه این وسط هست دیگه که باید این کار رو انجام بده یعنی شما میای به این مؤسسه اعتماد میکنی خود بیت کوین دستت نیست ولی به یه مؤسسه میای اعتماد میکنی که این مؤسسه برات این کار میکنه برای اکثر آدمایی که پول دارن تو دنیای فیات همچین چیزی خیلیه کسایی که میخوان وارد دنیای بیت کوین بشن و خیلی پول دارن Let's بی honest دروغ نگیم به هم سنشون بالای 60 ساله آدمای پولدار امروز تو سن من و تو نیستن آدمای پولدار امروز بیبی بومران تعدادشون جنریشنشون از کل بشریت تا الان اینقدر ما نداشتیم از ج... ی... یه جنریشن تعداد زیاد خیلی هم پول دارن و اکثر کره زمین اونان الان و پولا دست اوناست اونا اگه بخوان وارد این بازار بشن ما نمیتونیم روی این حساب کنیم که بیان با یه کلد کارت همه چی یاد بگیرن و حساب کنن خب بعد میتونن بیان یه ETF رو بخرن چرا مم. چون قانون هست براش ساده است و اگه هست اتفاق همیشه, اتفاق میشه همیشه کردن همیشه کردن براشون ساده است یه تلفن میذارن به بانکشون میگن آقا من ETF رو میخوام بخرم اون ETF خریده میشه بعد مثل مثلا اه، اه، چیز هستش گری سکیل گری سکیل یه چیزی مثل ETF ولی صد درصد یه ETF نیست یه مؤسسه است که میاد هر دفعه سهامش رو یکی میخره میره اون تعداد بیت کوین از بازار میخره خب این یه چیز خیلی خیلی خوبیه واسه کسایی که بلد نیستن از والت استفاده کنن یه چیز خیلی خوبیه چیز بدی نیست برای بیت کوین خیلی چیز خوبیه واسه کسایی که بلد نیستن هارد والت استفاده کنن آدم نباید بیاد یه چیزی که پرفکت نیست و چیز بدی ببینه درسته پرفکت نیست بهترین نوع استفاده بیت کوین اینه که شما بری بخریش بیاریش رو والت شخصیت از رازبری پای خود استفاده کنی سرور خود تو داشته باشی مثل من هم. تو که فریک هستیم ما درسته این بهترین استفاده از بیت کوینه ولی واسه کسی که 60 خورده ای سالشه تا حالا تو عمرش نشینده یه بیت کوین والد چی هست تمام زندگیش رو نمیخواد رو بیه 24 کلمه یادداشت کنه یه ETF بی‌نظیره عالیه خیلی چیز خوبیه این یه سپات ETF که هنوز پن، پندینگ توی آمریکا که حالا ایشاله به زودی اپروف میشه از SEC و میاد که تو کانادا امروز هست توی آم، استرالیا هست حتی توی آلمان هم فکر کنم اومده که اینان که این اینسترومنت ها هستن که دروازه ای این پولای فیات رو وا میکنن به بیت کوین که وقتی که این دروازه واز بشه اون موقع است که بیت کوین میره رو 100 هزار تا 200 هزار تا 300 هزار تا 400 هزار تا 500 هزار تا که همه در راجبش حرف میزنن وگرنه تو نمیتونی بیای وارد این بازار بازار رگولیتد بشی رگولیشنز خوبه برای بیت کوین کسایی که توی فایننس نبودن اینو اشتباه متوجه شدن فکر میکنن رگولیشن بده برای بیت کوین بهترین اتفاقی که امروز میتونه برای بیت کوین بیفته اینه که رگولیشناش بیشتر بشن به خاطر اینکه کسی که پول داره منتظر رگولیشنه که بیاد کلریتی قانون بیاد آدم بدونه که آقا اینجا سی دقیقا شفافیت ایجاد چه اینجا 50 کیلومتر درصد میشه رفت اونجا سی در الان همه چی در بوداغون هیچ کی نمیدونه چی بی چی آقا بیت کوین کامادتی سکیوریتی چی هست این شیت کوین ها اومدن وسط آدم نمیدونه اینا سهامن سکیوریتی ان کامادتی تمام کسایی که بیلیون ها پول زیر دستشونه و منج میکنن منتظر اینن و وقتی که این کلریتی اتفاق بیفته اون موقع است که فلات میاد توی بازار حالا من نمیدونم سوالتو جواب دادم آره, هم. آره جواب دادی آره. کاملا جواب دادی یعنی در واقع این گفتی که اینجوری گفتی که چقدر هم خوبه و این مثل حالا اینجوری که من برداشت کردم توی ذهنم تصور کردم الان دنیا روی با اسب همه مبادلات انجام میشه همه جا به جایی یا حمل و نقل ها جاده ها ممکنه کوچیک باشن سرعت ها ممکنه خیلی حدشون پایین باشه حالا ETF یه جوری میاد جاده ها رو بزرگ میکنه که ماشینم بیاد داخلش وسط راه هم پمپ بنزین میذاره که ماشین از این شهر هم بتونه بره اون شهر دقیقا ما این ترانزیشن رو بهش نیاز داریم دقیقا. یه چیزی مثل مثل ETF مثل یه پله بین این دنیای بیت کوین و دنیای فیات خیلی خوبه مگه اینکه اوکی ببین یه نوع ETF های هستن که من الان راجبش خیلی کوتاه گفتم فیوچرز ETFs ای ای. که اینا به جای اینکه بیان خود بیت کوین رو بخرن میرن فیوچرش رو میخرن یعنی یه قراردادی که قرار بیت کوین رو در آینده بخره که خود بیت کوین نیست این خوب نیست که الان هستش تو آمریکا اپروف شده وجود داره یعنی اصلا کسی منتظرش هم نیست چون هستش ولی خب خوب نیست چون اصلا خود بیت کوین نیست پشتش فقط یه فیوچر پشتش یه, یه قوله یه پشتش. قول. دقیقا یکی از احساسی ترین قسمتاتون توی بیت قسمتی بود که در مورد لونا صحبت میکرد و فکر میکنم ببین من توی آشپزخونه بودم این تیکر رو که داشتم گوش میدادم بعد تو یه قسمت یه ساب رو آوردی روی صفحه و سینا داشت میخوندش و سینا من دیدم حرفش قطع شد من لرزشی رو توی صداش نشنیدم بعد همون موقع مادم قطع کردم رفتم روی ویدیو چون اون قسمتی که گفتی حالا سینا نمیخواستم تو رو ناراحت بکنم و اینها دیدم سینا به حال اون کسایی که این اتفاقات واسهشون افتاده بود گویا گریه کرد حتی تصویرم کوچیک بود درست ندیدم این اتفاق افتاد درسته توی اپیزود لونا من آه از خود سینا بپرسی من فکر کنم یه ذره خیلی بحث احساسی بود به خاطر اینکه خب زندگی دارن نابود میشن به خاطر این اسکما، و ما واقعا میشنمون توی هدفمون توی بیت اینه که واقعا مردم رو راهنمایی کنیم و جلوگیری کنیم و از این کلا برداری که این اتفاق نیفته بعضی موقع ها واقعا آدم وقتی که میبینه یارو داره خوش و خودکشی میکنه و زندگی خوش داره از خوش میگیره به خاطر اینجور چیزا واقعا ناراحت کننده است یعنی واقعا یه چیز خیلی ناراحت کننده است ولی غیر از اینکه آدم بیاد راجبش تدریس بده و راهنمایی کنه و چون به خاطر این ببین اینم یه بحثیه که مومو رگولیشن که بیاد تمام اینجور اینا اینا اینا, سختتر میشه میدونی وقتی که قانون وسط نیست وقتی که همه دارن با این ببین یه ماشین وجود داره که کاملا پرفکت داره کار میکنه خب مکانیکش پرفکت یه مرسدسه بعد دو سه تا تازه کار اومدن وسط میگن ای ما هم ماشین جدید اختراع کردیم بیا با این بیا با این بیا از این ماشین استفاده کن فرمونش زیاد هیدرولیکش خوب کار نمیکنه و یه دیویس برابر سریعتر از بیت کوین میشه می باش گاز و گوز کرد بعد ترمزش هم کار بعضی موقع میکنه ولی بعضی موقع هم کار نمیکنه راستی خیابون و اه، چیز اه، تابلو اینا هم نیستش بیا بگی برو این یه شت کوینه خب که مردم میان سوار این ماشینا میشن و خودشونو تو راه یا میکشن یا خیلی مسدود میشن و واقعا یه چیز ناراحت کننده است که خدا کنه هر چیز زودتر قانونا واضح بشه و یه ذره کلریتی بیاد وسط که آدما یه ذره بیشتر راهنم ولی هیچ وقت جلوی کلوبرداری رو نمیشه صد درصد گرفت این کلوبرداری ها وجود خواهند داشت همینی که هست و مشکلی که هست اینی که مردم درک نمیکنن که آقا پول اگه قرار بود ما اعتماد بخوایم به یه عده کم بکنیم یا یک نفر بکنیم یا یه مؤسسه بکنیم نیاز به نیاز اصلا به کریپتو نبود ما الان یورو هست دلار هست ریال هست درهم هست ترکیش لیرا هست همه اینا هستن که ما به یه عده کوچیک اعتماد میکنیم حداقل یه چند تا قانون هست پشت این پولای قانونی ببخشید پولای اه اه دستوری چیزی. فیات فیات آره ولی ببین تمام این توکنهایی که خارج از بیت کوینن همونن یعنی همون ارزای قان اه اه چیزن ارزای دولتان ولی قانونم ندارن هم. یعنی صد برابر بر بدترن درسته عرض... ارز چیز ارز یورو ارز ریال اینا همه کلوبرداریه بانک مرکزی یه نوع کلوبرداریه ولی حداقل یه قانونی پشت قضیه هست شما میتونی استفاده ای ازشون بکنی و میدونی ریسکش به اون لول بالا نیست اوکی بیت کوین اومده این مشکل رو حل کرده بعد شما داری میای میری طرف همون سیستم داغون ولی خطرناکتر جایی که قانونی توش نیست و هیچکی نمیدونه چی به چیه مثل قمار میری کل زندگی تو میفروشی میذاری توی این توکنایی که اصلا هیچ آینده ای ندارن این نظر منه حالا تو یه سوالی راجع به سینا کردی حالا من نمیدونم سینا دقیقا چه اتفاق براش افتاد ولی فکر کنم اون لحظه خیلی لحظه احساسی بود چون من یه بلاک پستی رو از یه شخصی رو خوندم که واقعا یارو خونش فروخته بود رفته بود 100 هزار دلار پول قرض گرفته بود و لونا خریده بود و لونا رفته بود رو صفر یعنی برشان هم میخواست خوش خودکشی کنه آره ما هم اینا رو میخونیم که مردم یاد بگیرن حالا خیلی ها یاد نمیگیرن و خیلی ها راجب این موضوع میدونن و با این حال که اینا رو میدونن میان رو کلاب هاوس میان روی یوتیوب میان روی این شبکه های عمومی راجع به این موضوع حرف میزنن و من میخواستم اینو واسه این جور آدما مخصوصا شفاف کنم که آقا شما وقتی که میای توی اتاقی که 200 نفر توش هستن راجع به این موضوع حرف میزنی بدون که یه بند خدایی اون پشت نشسته که این ریسک رو درک نمیکنه نمیدونه پس بنابراین درسته مسئولیتش دست تو نیست هر آدمی مسئولیت زندگیش دست خودشه اوکی ولی آخه چرا میای همچین حرفی رو میزنی وقتی که میدونی اینا سکمن اینا کلوبرداریان و در طول مدت همشون میرن نزدیک صفر مخصوصا نسبت به بیت کوین همشون میرن نسبت به صفر همشون همه چی هر چیزی که خارج از بیت کوینه ولی با این حال این اتفاق میفته همینی که هست بیت کوین وقتی که میره بالا ما باید بیایم بگیم که شیت کوین ها بیت کوین نیستن نخرینشون ولی همه میان میگن نه ولی خیلی سریعتر از بیت کوین دارن میرن بالا بعد که بیت کوین برمیگرده شیت کوین ها ببخشید شیت کوین ها خفه میشن دیگه اصلا ازشون نمیشنوید میبینی الان اصلا هیچ خبر ازشون نیست الان به جاش باید بیت کوین ها بیان دلیل برای فیات ها بیارن که چرا بیت کوین ارزش داره چون بیت کوین اومده پایین یعنی در هر حال بیت کوین‌ها دارن می‌جنگن چه بیت کوین بره بالا یا چه بیت کوین بیاد پایین <laughs> توی لونا حالا درسته که من سوال اونجوری شروع کردم ولی در واقع اینها همینجوری که دور هم نشستیم گپ میزنیم یه چیزی میگیم یه بحث دیگه باز میشه هدف من هم همینه که یه چیزی رو بگم حالا حتما نباید با یه جمله یه سوال یه هدف خاص باز بشه بیشتر هم میخواستم که در مورد همین لونا به طور کل صحبت بکنیم و چیزی که توی اون قسمت یاد گرفتم در مورد لونا یکی از افتخاراتم اینه که من لونا رو قبل از اینکه سقوط بکنه اصلا رو نشنیده بودم ولی <تصال> بله. چیزی که فهمیدم گویا دو تا والت بود که فقط اون دو تا والت میتونستن لونا رو چیز بکنن آره یعنی <تصال> از همون اولش آره اصلا پرایوت کیه آره پرایوت کیه بیت کوین هم که اینا میخریدن خریدن دست همین یارو چینی بود یاره دو یا دو هم چیزی اسمش هست آره کل پرایویت والت دست این یه نفر بود یه نفر تمام این حرفایی که میگن ما دیسنترالایزدیم و اینا همش مارکتینگه همش مارکتینگه اینا خب باید یه جوری اینا رو باید پخش بتونن بکنن در یه حدی دیگه پس تنها رایی که هست چون بیت کوین وجود داره آردی باید بیان از یه متدی استفاده چون ببین بیت کوین تنها چیزیه که خیلی طبیعی پخش شد امه. یک سال و نیم حتی قیمت نداشت بیت کوین خیلی طبیعی پخش شد برای همین تو نمیتونی بیای بگی که آقا من یه بیت کوین جدید دارم چون بیت کوین وجود داره <applause> That's it تموم شد یه مشکل بود حل شد تو نمیتونی بیای بگی که آقا نه یه بیت کوین جدید هست بهتر از بیت کوین بیا از این استفاده بکن اصلا قابل پذیر نیست این موضوع نمیشه اصلا پول اصلا اینجوری کار نمیکنه پول مثل یه زبونه باید طبیعی پخش بشه تو نمیتونی به زور بیای پخش کنی یه دونه یه زبونو. در طول مدت اون زبونی که از همه زبونا بیشتر پخش شده برنده است مخصوصا وقتی که پول باشه چون پول کسی که پول اشتباه رو انتخاب بکنه ارزشش رو در طول مدت نسبت به بهترین پول از دست میده به خاطر دلیلی که یه حدود چند وقت یه چند دقیقه پیش توضیح دادم به خاطر نایاب بودنه شما وقتی که یه, یه توکنی یا یه تو صدف رو مثلا مثال بردی توی مثالت وقتی آدم میتونه از خارج از شبکه شما بیاد اون توکنی که شما داری استفاده میکنی یا از خود داخل شبکت بتونه بیاد اون صدف ها رو از هیچی به وجود بیاره یعنی چی؟ یعنی پول شما پول نیست فقط تو ذهن شما پول بود و نابود شد اینو سیفدین خیلی خوب توضیح میده توی کتابش که میگه پول طبیعی به وجود میاد به خاطر اینکه کسایی که تو بازار پول بد و انتخاب میکنن خودشون به این نتیجه میرسن ولی به این نتیجه تو عقلشون نمیرسن توی اقتصاد میرسن چون ضرر میکنن بنابراین بز... بازار میارتشون اتوماتیک روی یه نوع پولی که از همه پولا سختتر و نایابتره هر انتخابی که میکنی پیامده توی اون دنیای واقعی داره دقیقا تو رو وادار میکنه که اون چیزی رو انتخاب بکنی که فساد ناپذیره که دقیقا یکی یک دیگه نمیتونه دستگاهش بکنه و این استیبل کوین استیبل کوین من همیشه واسم سوال بود که این استیبل کوین ها چرا هستن ما نه قهطی خود کریپتوگرافی داشتیم نه قهطی دلار داشتیم نه قهطی دلار دیجیتال داشتیم که اینا بیان این مسئله رو واسه حل بکنن دلار دیجیتال که توی پیپلمون بود همون دلار کارت اعتباریمون هم یه جوری دیجیتال دیگه اصلا چیزی رو ما نمیبینیم که بین بانکی جابجا جا بشه اینها که بودن ما چرا بخوایم یه چیزی رو توی عالم کریپ... كرپ... بخوایم معرفی بکنیم که ارزشش ثابت باشه حالا ما اون چیزی رو که واسهش تعریف میکنیم اون هدفی رو که واسهش تعریف میکنیم ارزشش ثابت میتونیم واسه مبادله استفاده بکنیم خب اینها که بودن من میام هم همون حساب پیپرمو هم استفاده میکنم که دست اون اسمش چی بود کوان دست اون نباشه یه, کم. یه سابقه داره خودشونشون نشون داده من چرا بیام از اون استفاده بکنم ببین استیبل کوین ها ایدهشون ایده بدی نیست یعنی ایده بسیار خوبی هم هست و این درست نیستش که هر کسی دسترسی داره به دلار. الان شما امروز توی ترکیه مم. اگه حساب بانکی آمریکایی نداشته باشی نمیتونی دسترسی به دلار داشته باشی یا کسی که تو ایرانه نمیتونه حساب دلار داشته باشه اوکی استیبل کوین ها واقعا این uh, مشکل رو حل کردن پتر... تا زمانی که تصمیم نگیرن نمازش بکنن اینا تصمیم گیرشون سنترالایزده uh, یه موقع درسته <تصفح> درسته درسته به خاطر همین طولانی مدت این خطر هنوز هست تا رگولیشن بیاد وقتی که استیبل کوین ها بتونن از بانک ها صادر بشن اون موقع استفادهشون خیلی بهتر میشه ولی ببین این این سوال یا این چیزی که الان میگی واقعا بستگی داره کجای دنیا باشی اگه تو توی یه کشوری مثل سریلانکایی که دلار نیاز داری یا،, یا یا انتخابت ببخشید یا انتخابت نمیدونم سریلانکا واحد پولشون چیه واحد پول سریلانکاست یا یه تتره من فکر کنم به تتر بیشتر میشه اعتماد کرد توی همچین جایی ولی اگه توی آمریکا باشی تتر از بد ایده خیلی وقتی که دسترسی داری به جی پی مورگن یا به بنک اف امریکا یا پول نقد دلار واسه چی بیای یه تتر استفاده کنی درسته ولی واسه کسی که توی یه موقعیت بدتر از تتره تتر یه ولیوی داره براش درسته چون از استفاده ازش از روی یه شبکه آزاد آزاد اینترنتیه درسته یعنی درسته یه کانترپارتی این وسط هست که این پگو باید پروتکت بکنه ازش درسته این مثل USDC که یه شرکت پشتشه USDT یه, شر... یه شرکت پشتشه اینا همه هست ولی وقتی که توی شما توی یه کشوری باشی که دسترسی به دلار نداری یه چیزی مثل استیبل کوین خیلی میتونه کمک کنه بهت ولی من به هیچکی توصیه نمی کنم طولانی مدت هیچ کدوم از اینا رو آدم نگه داره من به هر کسی که داره این پادکست تو رو از آ... کشوری که دسترسی به دلار نداره گوش میده توصیه میکنم اگه دلار میخواین نقد سعی کنین دلار رو تهیه کنین اگه استیبل کوین استفاده میکنین استفاده کنین ولی طولانی مدت اینا رو نگر ندارین اگه میخواین طولانی مدت چیزی رو نگر دارین بیت کوین رو نگر دارین رو خودتون درسته بیت کوین بالا پایین میشه درسته ولی طولانی مدت شما دو تا ریسک داریم یه ریسکتون بالا پایین شدنه یه ریسکتون کانترپارتیه درسته بیت کوین کانترپارتی ریسک نداره صفر صفر و دلیل اینکه بالا پایین میشه همینه قیمت نداشتن ریسک کانترپارتی بیت کوین ولاتیلیتیشه به خاطر اینکه هیچ این وسط نیست هیچکی. هیچ کی این وسط نیست وقتی که قیمت بیت کوین میره بالا بیشتر ازش چاپ بکنه که قیمتش دوباره برگرده استیبل بمونه درسته ولی توی یه استیبل کوین که دلار آمریکا هم یه استیبل کوینه yeah. یعنی چی اینا میخوان اینفلیشن میخوان رو دو درصد پگ بمونه <تصفح> بالا پایین نشه یعنی استیبل کوین یه استیبل اینفلیشن یعنی استیبل کوین <تصفح> 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 هیچ فرقی نداره هم... پرنسپلش همیشه یکیه خب شما اگه میخوای بیشتر از یک سال دو سال سه سال پول تو ازش محافظت کنی یه پولی رو نگردار که کاونترپارتی ریسک نداره و نایابه و قدرت خریدش رو به بالاست بیت کوین بالا پایین خیلی میشه کوتاه مدت ولی بالا پایینش طولانی مدت رو به بالاست فیات خیلی ستیبل کوتاه مدت ولی استیبل بودنش رو به پایینه پس بنابراین کوتاه مدت استفاده ازش بالاتره ولی طولانی مدت اصلا نوپول خوبی نیست اصلا نوپول خوبی نیست برای همین من هر کسی که خارج از واسه آمریکایی بیت کوین مثل اینوستمنت ولی کسی که مثلا توی کشورهای فقیر هست بیت کوین یه صرفه جوییه یه آره یه قلکه به نظر من آقا یه قلک ببینین 21 میلیون تا از این توکن ها وجود داره تا میتونی جمع کن تا میتونی جمع کنه وایستا همین حالا حتی توی کشور ثروتمندی هم باشه یه کشوری که آنچنان له نور... لحو... لورده نشده باشه زیر تورم مثلا کشور خود من لهستان توی همون هم باز همین نقش ام... قلک رو داره یه قلکی که دولت از دو جهت نمیتونه بهش حمله بکنه یکی از طریق تکس از... یا مالیات یکی از طریق حالا توی این مورد مخصوصا از طریق تورم نمیتونه بهش حمله بکنه این از همه گزندها به دورو در امانه دقیقا دقیقا آره کلا استیبل الکو... کوین ها حالا چیزایی که من میخوام بگم عموما یه راه حل هایی رو واسه مشکلاتی میگن که این مشکلات رو خود بیت کوین حل کرده درست قیمت بیت کوین والتایل حالا پویاست حالا به این دلیل من میگم که شاید به خاطر اینکه همینجوری گفتی زیر یک درصد دنیا این رو پذیرفته اتخاذ کرده و در زندگی خودش داره به کار میبره و تا زمانی که این کشف قیمت داره رخ میده این با ما هست زمانی این اتفاق ولی طوری که تو گفتی به نظرم معتقدی که این پویایی نرخ بیت کوین همیشه هست چون که کانترپارتی ریسکو کانترپارتی رو واقعا نمیدونم چی بگم کانترپارتی پارتی ریسکو نداره خب این قرار تا ابد همینجور بمونه ولی فکر نمی کنم یا پویایی نرخ بخواد تا ابد بمونه به نظر من نسبت خوش... به چی اینم خیلی سوال خوبه اگر نسبت به بیت کوین بگی که می یک بیت کوین میشه یک از 21 میلیون یک بیت کوین برابر با یک بیت کوین این 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 یه, یه ویدیو ازش هست مامو ما واقعا به توصیه می کنم نگاه کنی حالا برات میفرستم بعد از این پادکستمون میتونی توی شانوتس هم بذاری از یه آم... گايسوان uh, خوندتشی ویدیوی هشت دقیقه. Everything divided by 21 million. یه سریال ویدیوهای مختلف. یکیش راجب ولاتیلیتی بیت کوینه که این کیس رو میکنه که بیت کوین uh, بیشتر خواهد شد در آینده. و مم. دلیلش و دلیلش خیلی دلیل ساده ایه دلیلش حالا آدم میتونه راجبش آرگومنت بکنه که آیا این درسته یا نیست. ولی دلیلش اینه که آقا شما باید درک کنی که شبکه ها اصلا اینجوری کار میکنن شبکه تلفن اوکی بذار اینجوری توضیح بدم بیت کوین دو نوع چیزه یکیش شبکشه یکیش پولشه درسته شبکه بیت کوین هیچ ربطی به پولش نداره درسته تعداد شبکه آدمایی که میان توی شبکه هر چی تعدادش بره بالاتر خب به یه لولی ما میرسیم که دیگه اصلا زیاد بالا پایین نمیشه <applause> یوزرا به یه ما به یه لولی میرسیم که دیگه کل دنیا بیت کوین گرفته همه رو بیت کوینن درسته این شد شبکه <applause> حالا شبکه ولی هیچ ربطی به توکن بیت کوین نداره توکن بیت کوین پول اون شبکه است و پول اون شبکه رو ما امروز با چی روش قیمت میذاریم؟ دلار با, پ... با نه با پول یه شبکه دیگه که ما بهش میگیم دلار که اون شبکه دیگه یه شبکه است دلار یه شبکه است یه, شب... یه, یه... شبکه پوله که بین بانک هست. و یه بانک مرکزی تعیین میکنه تعداد اون توکنای اون شبکه رو یه شبکه سنترالایزده ولی یه شبکه است پولی شبکه است خب حالا هر چقدر قیمت بیت کوین نسبت به دلار میره بالا یعنی شبکه ای که داره نسبت به بیت کوین ارزش پولش از دست میره چون وقتی که بیت کوین داره میره بالا دلار داره میاد پایین نسبت به بیت کوین دیگه درسته بنابراین شما از دید ارزش شبکه بیت کوین و ارزش شبکه دلار هیچ وقت ستیبلیتی نخواهید دید هر چقدر شبکه بیت کوین تعدادش بره بالاتر قیمت ها بیشتر باید بالا پایین با... بالا پایین بشه نسبت به دلار ولی یه روزی میرسه که اصلا دیگه مسخره است آدم بیاد یه بیت کوین رو مقایسه کنه با دلار چون انقدر انقدر تعداد شب این این تصورش خیلی سخته چون ما همه چی رو هنوز با دلار و یورو هنوز داریم قیمت روش میذاریم ولی یه روزی میرسه که تعداد شبکه تعداد آدمایی که توی شبکه بیت کوینن انقدر زیاد شدن که ما به جای اینکه بیایم بگیم بیت کوین چند دلاره میایم میگیم دلار چند بیت کوینه اگه دلاری باشه اگه دلاری باشه یا یا میگیم اه، اه، گوش چند کیلوش چند ستوشیه میایم میایم روی محصولات اقتصادمون قیمت گذاری میکنیم با ستوشی به جه که با دلار بکنیم این دو تاست که تو باید تشخیص بدی شبکه بیت کوین یه،, یه ولاتیلیتیه که یه لولی میرسه که کاملا سچوریت میشه اصلا دیگه تکون نمیخوره چون دیگه مثل اینترنت اینترنت دیدی اولش چقدر بالا پای میشه با دیگه الان دیگه یا تلفن همه, همه این تکنولوژی ها تکنولوژی شبکه‌ای ان وقتی که یوزرهاشون مثل اس بهش میگن درسته وقتی که اس میرسه به با بالا دیگه چیز میشن استیبل میشن در یه لولی ولی قیمت بیت کوین نسبت به دلار اس نیست جی ماننده اینجوری میره بالا حالا ویدیوشو میتونم برات بفرستم آره، حتما توی هم توی یاد داشت آره. این قسمت هم حتما خواهم گذاشت میخوام می تقریبا آخرین سال رو بپرسم برای کسی که حالا خارج از ایران هست حالا مخصوصا توی اتحادیه اروپا زندگی میکنه مثلا خودم و خودتو کسایی که دور بر ما هستن به نظرت بهترین صرافی ها واسه خرید بیت کوین چی میتونه باشه چون که ما هممون که نمیتونیم ماین بکنیم هممون که راه های پیر تو پیر, آم... پیر نداریم چی پیر, پیر تو پیر تو پیر 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 ن... پیر ن... پیر نداریم آره آم... اگر که بخوای صرافی رو انتخاب بکنی چه صرافی هایی رو چه صرافی رو پیشنهاد میکنی ام... ببین راست شو بخوای بستگی داره به یوزر اگه یه یوزری باشه که زیاد وارد نیست من یه جایی رو توصیه میکنم اگه یوزری باشه که خیلی وارده آه یه جای دیگر رو توصیه میکنم چون آم، اگه کسی که وارد نیست نرم افزاری هستن که خیلی استفاده ازشون ساده است ولی خب یه ذره مثلا کارمزدشون بیشتره به خاطر سپورتی که بهت میدن ارزشش بخ... واقعا داره اگه آدم زیاد وارد نیست آم، برای اروپا گفتی؟ آره آکه. ببین برای اروپا یه شرکتی الان جدید واس شده که من باشون دوستم هستم لایسنسشون اتریشیه خیلی پسرای با حال خوبیان واقعا توصیه میکنم استفاده کنین اسمشون هست 21 کوین یه شرکت جدید از اتریشن لایسنس اکسچنج دارن از اتریش یعنی قانونا همه کاراشون درسته یعنی اصلا آفشور نیستن توی کشور اروپایی اروپای اتریش هستن که خیلی خیلی خوبن بعد uh, KYCشون خیلی ساده است همه چی رو موبایل در عرض پنج دقیقه میتونی حساب تو وا کنی تکن... حساب سیوینگز تو وا کنی آتو ویدراول هم دارن یعنی میتونی بگی آقا من رسیدم به یه میلیون ساتوشی اتوماتیک بزن به والتم اینش خیلی باحاله خیلی دوست دارم یه اپ هم دارن اپشون خیلی باحاله این یه جاست آم... و آها آه یه خاصیتی که این شرکت مثلا داره اینه که it's bitcoin only یعنی اصلا وارد این استخر شیت کوین ها نمیشی تا بیای بیت کوین رو پیدا کنی مثلا رو کوین بیس باید بری واقعا دنبال بیت کوین بگردی تا پیداش کنی اصلا اصلا افتضاست افتضاست یعنی کوین بیس رو که اصلا به هیچ عنوان من به هیچ کی توصیه نمی کنم حالا اگه شما واردی و واقعا مثلا مبلغای بزرگتر میخوای بخری چه میدونم مثلا 10000 یورو 20000 یورو 30000 یورو تو اروپا راستش رو بخوای ارزونترین و سریع ترین و بهترین جایی که هست کراکنه کراکن خیلی کارمزدش پایینه متاسفانه استخر شیت کوینه ولی آره خیلی زیاد موازه با باید باشه که نیاد یه هو بیت کوین کش بخره به جای بیت کوین موازه باشین BTC تی سی بخرین ایناش بی تی سی اوکی بیت کوین کش بی رو کرکن واسه مبلغ های بزرگتر خیلی اه, چیز ترانسفر ترانسفر سپا بهش میگن بلیتس یا بهش میگن اخت سایت اینجا تو آلمان فکر کنم میشه اینستنت سپا Instant. هستش yeah. Yeah, آره اینستنت در عرض ده دقیقه میتونی فیات ترانسفر کنی رو حسابت همون لحظه بیت کوین تو میتونی ویدراول بزنی ویدراولشون هم در عرض یه روب میاد تو والت یعنی واقعا کرکن واسه این خیلی خوبه کارموزداش هم خیلی پایینه ولی خب کرکن یه اکسچینجه لیمیت باید بذاری بعد کلی نرم افزارشون خیلی سخت زیاد ساده نیست اینترفیسشون و اینا یکی اینه یکی دیگه مثلا یه سرویس هستن مثل آها آره. پاکت بیت کوین پاکت بیت کوین خیلی خوبه اونم بیت کوین اونلیه ولی خب اپ ندارن دیگه یه وبسایت یه بار رجیستر میکنی ولی خب یه بعدی که داره این 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 شرکت های مثل پاکت بیت کوین و ریلای ریلای هم یکی دیگه است اینا چون تو سوئیسن ازت میخوان که با والت دیگه پیغامی رو روی بلاک چین امضا کنی که واقعا این آدرس آدرس تو واسه بعد این یه واسه بعضی این یه سخته زیاد ساده نیست براشون این کار برای همین یه ذره ممکنه سخت باشه اگه سخت بود براتون 21 بیت کوین خیلی ساده است سری اگه تو تالا استفاده نکردی من بهت توصیه میکنم give it a try اپشون خیلی ناز و خوشگله حالا من دو استفاده کردم یه 21 بیتکوین رو من اسمشون نشنیده بودم ارزون تر هم هستن ها از, از پاکت و ریلای هم ارزون ترن آره nice. پاکت و ریلای سیاخو. یک درصد و نیم میگیره 21 بیتکوین نیم درصد میگیره mm -hmm. کرکن که مثلا اومده لایتنینگ و هزینه رو صفر کرده اینها باز قابل مقایسه هست با 21 بیت کوین نه خب خب کرکن خیلی ارزون تره کرکن اه okay. آره کرکن Kra اصلا قابل مقایسه نیست کرکن برای مبلغای بالا واقعا کرکن بهتره لتس بی آنست یعنی مثلا میخوای ده هزار یورو 15 هزار یورو یه شات بخری خب یه درصد و نیم یا نیم درصد خیلیه تو <much> کرکن فکر کنم زیر یه در زیر نه زیر 0.07% میشه <much> صف مومنی هف صف هفت یا صف مومنی صف هشت درصد خیلی کار پایین تره واسه من مبلغای بزرگ ام... به نظر من تو اروپا متاسفانه بهترین جاست من دعا میکنم یه روزی سترایک بیاد اروپا مجانی باشه بیت کوین خریدنش ولی <much> هنوز اون روز نرسیده عالی و توی حال یه قضیه میخواستم سال آخرم باشه ولی اسم پاکت بیت کوین که اومد آره اون قسمت ثبت نامش رو که باید اون مسج رو امضا بکنی اون پیام رو امضا بکنی واسه خودم اولین بار بود که باید استفاده میکردم یکم نیاز به یادگیری داشتی یکم باید توی اون برنامه که استفاده می‌کردم بگردن البته به, به،, به هم رب داره ها اگه والتت مثلا بیت باکس خیلی ساده است باش این پیغام رو امضا کردن ولی مثلا با کولد کارت خیلی سخته یعنی باید باید یاد بگیری این سادگی بود و چیز بود اونقدر ها سخت نبود فقط اولین بار بود که ازش استفاده می حالا یه سوالی که مثلا پیش میاد اون XRP رو که باهاش در میگذاری این خطر رو ایجاد میکنه اون چی ن... متوجه نشده؟ XRP اه... میگیم دیگه اون اه... مستر کی رو که باهاش در میون میذاری نه ببین نگو XRP XRP شیت کوینه منظورت XPOP 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 Extended Public Key اوکی اوکی اکستند پابلیکی آره اکس پاب سوال یه بار دیگه بگو اگه اکس که ما با اون شرکت در میون میذاریم این خطایی این ریسک امنیتی نداره شما اکس تو شیر نمی کنی باش ببین اکس حالا اگه کورس منو چک بکنی اینم توضیح میدم توش اکس is your master public key یعنی مادر کلیدای امین عمومیته آره اگه اکسپا به تو کسی بدونه همه ی آدرساتو میدونه ولی روی شرکتی مثل پاکت تو یه کدوم از این آدرسای مست پابلیکی تو داری روش امضا میکنی با یه پیغامی که آقا این آدرس مال منه ولی نمیای اکسپا اکس به لو بدی البته این آپشن هم بهت میدن که هم بهشون بدی که من توصیه نمیکنم این کارو بکنی اها. این, 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 اینو میتونی بهشون بدی اکسپاپ که این آپشن رو بعد میدن که خب اگه اکسپاپ به ما بدی ما واسه هر ودراوالت یعنی یا هر دفعه که یه بیت کوین میخری از ما یه مبلغی از ما میخری ما به یه آدرس جدید میزنیم چون ماست پابلیکی تو که, ب... که بدونن همه آدرساتم هم میدونن دیگه امه. که واسه واسه پرایوسی افتضاس به هیچ امه. عنوان این کارو نکن هیچ وقت اکسپاپ نکن امه. اینم این هم سال مهمی بود که خوشحالم که دونستم بپرسم من هنوز مطمئن نیستم که رکورد مصاحبه های قبلی ما زدم قبل قبلی بود که دو ساعت و 15 دقیقه اون محصول نهایی شد حالا من نمیدونم شاید تونستیم رکورد زدیم احتمالا تونستیم رکورد بزنیم حالا آره منم الان 5 دقیقه دیگه یه کال دارم فقط کوتاه جاهایی که اوکی. مردم میتونن دنبالت بکنن میتونی بگی شور sure, اوکی okay. uh, ما uh, bitguide.io وبسایت من و سیناست است uh, ما یه uh, مدرسه زدیم یه یونیورسیتی زدیم برای تدریس بیت کوین من خودم شخصا آها پادکستمون هم هست بیتگاید uh, فارسی و انگلیسیش هستش اگه برین رو وبسایت uh, bitguide.io uh, اون پایینش لینکاش همه هستش توییتر بیت هست توییتر خود من شخصا توی توییتر هستم at uh, @rkbtc این باورت میشه مطمئن نیستم الان <applause> Don't uh, trust ke... your memory. آ... <applause> همون آره uh, بذار یه لحظه نگاه کنم آره rkbtc درسته rkbtc توی توییتر اونا, هم... اونا رو هم توی یادداشت ها میذارم خیلی ممنون از وقتی که در اختیارمون گذاشتی و مرسی از تو که منو دعوت کردیم م خیلی خوشحال شدم با داشتن شدم قربانت همچنین به زودی پیروز کامیاب باشی فدا تا تو بعد خدا امیدوارم این قسمت از گرداتش براتون مثبت واقع شده باشه اگر اون رو به صورت ویدیو و روی یوتیوب میبینید لطفا ویدیو رو لایک کنید و عضوی از, از کانال بشید تا وقتی ویدیو جدیدی بیرون میدم جز اولین کسانی باشید که از اون مطلع میشه اگر هم اون رو به صورت صوتی و از طریق پلتفرم های مختلف پادکست رو گوش میکنید و دنبال میکنید لطفا باز پادکست رو لایک کنید و ارزیابی مثبت برای من بگذارید و همچنین اون رو به دوستان خودتون معرفی بکنید مخاطبین بیشتر و ارزیابی های مثبتتر به من کمک میکنه که به افراد بیشتری دسترسی پیدا بکنم و افراد بیشتری رو بتونم متقاعد بکنم که وقتشون رو در اختیار برنامه بگذارن همچنین اگر امکان پشتیبانی مالی از برنامه براتون وجود داره لینک پیتریان برنامه توی توضیحات هست البته میدونم که این امکان بیشتر برای کسانی که خارج از ایران زندگی میکنن وجود داره که به کارت اعتباری و اکانت های پیپل دسترسی دارن همچنین اکانت پیپل من و کیو کد بیت کوین من روی وبسایتم هست mktahmasbi.com که از اونجا هم میتونید باز ام پشتیبانی مالی بکنید اگر هم که پشتیبانی مالی ممکن نیست همین معرفی برنامه به دیگران و حتی ارسال فایل برنامه به دیگران میتونه کمک کننده باشه. پیروز کامیاب باشید.